سلام امیدوارم که خوب باشید ما رو هم تو کوکتل تی امروز اومدیم با یه پادکست جدید به اسم از کجا تو این برنامه قرار آرتیست های تازه نفس سر رپ فارسی رو داشته باشیم همچنین پرودوسر ها رو و میخوام ببینیم از کجا شروع کردن و بهتر اشخاصی که جدیدترن از کجا شروع کنند بعضی حرفا هم از پشت صحنه داریم خاطرات باحال و فکر کنم جالب باشه برای مخاطبین رپ فارسی اما بجز به حال آرتیستایی که توی رپ فعالن به احتمال زیاد از سنفای دیگه هم مهمونه دیگه رو خواهیم داشت یعنی سعی میکنیم داشته باشیم توی این پادکست بگذاریم توی این برنامه که قسمت یکی از کجا هست ما مهمان های عزیزی رو داریم به اسم سویل سوالک و ایلیا ایل نویز از بچه های کچی بیت باشون با صحبت کردیم از کجا شروع کردن یه معرفی و همچنین درباره مسائل پشت پرده و پشت صحنه برحال حال آلبوم اتصالی و خیلی مسائل جالبتر دیگه حتما پس ساتش نگاه کنید اما قبل از هر چیزی حتما یوتوبش کانال سابسکرایب کنید اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید البته دلیل منطقی صحبت دیگه باقی نمیمونه بریم که با هم پادکستو داشته باشیم سلام می کنم خدمت سوالک و نویز عزیز چطوری خوبی خوبید چه خبر سلام, سلام. چطوری خوبی ما سلام متشکرم مخلصم تو آقا یه توضیح بدم برای بیننده های عزیز یه پادکستی که می خوایم با آرتیست ها و پرودوسر های تازه نفس سر صحبت کنیم ببینیم از کجا اومدن به کجا رسیدن و یه صحبتی بکنم فکر کنم مناسب باشه برای کسایی که میخوان تازه شروع کنن و ببینن که راه چجوریه و دستشون بیاد خب اول از همه یه معرفی داشته باشیم جفتتون یه معرفی بدین که بیشتر آشنا بشن مخاطبا برو تعارف رو کنار خب من ایل هم اسمم ایلیاس و متولد سال 79 هم 20 سالمه و اینکه اهل تهرانم و الان تو کانادا دارم زندگی میکنم خب بچه من هم سوال کم اسم کوچیک هم سواله. کوچیک شما متعلد افتاد م هم الان هم ساکن تورنتو هم و در خدمت شما ستون گنگ ستون گنگ خب آقا یه چیزی که میخوام ازتون بپرسم این که از کجا شروع کردی؟ چون خیلی ام. سوال میاد از کسایی که میخوان تازه شروع کنن از کجا شروع کنیم از کجا شروع کنیم جوابتون به یه پرودوسر تازه کار از کجا شروع کنه چیه و خودتون از کجا شروع کرد ببین خب خود من که فکر کنم بخوام برم خیلی تو گذشته 13 14 سالم بود بعد اون موقع من شهرستان زندگی میکردم اون موقع پسر اینا کار میکردن با افل و این داستانو اصلا نمیدونستم چیه بعد من خودم اصلا بلد نبودم نه اصلا رپ میخوندم بعد خیلی هم بد بود بعد دیدم که اصلا توش خوب نیستم همون موقع بود که دیگه رفتم روی آهنگسازی بعد دیدم خیلی بهتر از رب خوندنم دارم کار میکنم تو آهنگسازی بعد هیچی دیگه شروع کردم کار کردن یه برنامه به اسم دنسی جی فکر میکنم با اون بیت بی زدم بعد دیگه از ایران رفتم انگلیس اونجا میخواستم درسشو بخونم به خاطر سری مشکلات نشد برگشتم ایران برگشتم ایران پیش چند تا از بچه ها رفتم کلاس ولی اون جوابو نمی گرفتم یعنی اون چیزی که دنبالش بودم رو سر یه سری کلاس ها پیدا نمیکردم. بعد مثلا چهار پنج سال شیش سال کار کردن و ول کردن دیگه یه روز یکی از آشنامون گفت خشایرسال رسار کلاس گذاشته کلاس آهنگسازی بیا برو کلاس شرکت کن هیچی دیگه بعد رفتم سر کلاسها، مافی بود و خشایار بود و مهره دیده رفتم سر کلاس این ستا دیگه دستگیر هم شد دیگه تا این چند, اون چند سالی که پیداش نمی کردم و واقعا پیدا کردم تو اون کلاس به خاطر اینکه یه سری فوتوفنا و تریک هایی بود که خیلی ها بلد نبودن و بچه ها به ما انتقال دادن و اینکه واقعا جواب گرفتم دیگه جواب گرفتم میگم من از اینجا شروع شد که رفتم کلاس های خشی واقعا از اونجا بعد بود که دیگه خیلی حرفه ای تر شد کارا بعد بخوام برم جلوتر اومدم پیش خشینا کلاس بعد رفیق شدیم ما رفیق شدیم با هم دیگه تا موقعی که خشیر ایران بود و رفت بعد من با هیچ آرتیستی کار نکرده بودم تا موقعی که خشی از ایران رفت از ایران رفتش دیگه ما موندیم و موزمون. چند تا استدیو میرفتم صن بیت پلی می‌کردیم یه سری مشکلات بود کلا تو تهران یه سری بچه‌ها همکاری نمی‌کردن درست حسابی با همونه درک نمی‌کردن کاری که داشتیم می‌کردیم دیگه تصمیم گرفتم اومدم کانادا دیگه اومدم کانادا پیش خود خشی دوباره شروع کردیم همکاری کردن و خشی استدیو رو زد شروع کرد یعنی استدیو جدیدشو با هم دیگه شروع کردیم استدیو رو درست کردن ایلیام بود خوب اون موقع دقیقا جایی بودش که راه خورد من. آره اونجا اینجوری شد که حالا ایلیا خوش توضیح میده هیچی دیگه استدیو رو زدیم و اینکه شروع شد دیگه شروع, ش... شروع کردیم هی بیت زدن تو استدیو خشی هم دید خیلی پیشرفت کردیم از اون موقعی که هم دیگه رو دیده بودیم تا الان و همکاری ها شکل گرفت دیگه اره. اولین همکاری برای ایلیا بود که با بهزاد فکر میکنم کار کرد با بهزاد لیتو و کوروش برای منم اولین هم کاریم با یه آرتیست که به صورت چجوری بهت بگم به صورت اکسکلوسیو اومد بیرون کار سپر و مسلک بود, بود که با ایلیا زدیم بیتشو شد از اینجا شروع شد کلا برا من که بعد دیگه رفت تو آلبوم و داستانه دیگه آره حالا به اونجا میرسیم حالا ایلیا عزیز شما کجا شروع کردی و آره من خب من ببین تا سن مثلا شاید بگم 15 16 سالگی واقعا مثلا علاقه خاصی زیاد به موزیک نداشتم که خیلی مثلا من یوهوی علاقه من شدم رفته بودیم مسافرت و یکی مثلا فامیلا اون اومده بود و اینا بعد شروع کرد برای من رپ گذاشتن و اینا بعد من یهو خیلی علاقه من شدم و از همون اولش خیلی علاقه من شدم به اینکه ببینم چجوری موزیکش رو درست میکنن یعنی حالا نه فقط رپ خوندن چجوری پرودوس میکنن و خب اون موقع یه آیپد داشتم و گاراژ بند روش بود من از اونجا شروع کردم مثلا روی گاراژ بند یه بیتای میزدم واسه خودم اینا تا کم کم مثلا دیدم واقعا علاقم داره بیشتر میشه و وقتی که دبیرستان بودم دیگه مثلا رفتم میدی کیبورد خریدم و چه میدونم نرم افزارهای مثلا اون موقع یادم اولین نرم افزاری که ریختم کیوبیس بود کیوبیس رو ریختم شروع کردم بزرم مثلا باش کار کردم خیلی باش حال نکردم رفتم روی نم افزار دیگه لاجیک و از اون موقع شروع کردم دیگه خودم هی سعی میکردم یاد بگیرم چه از طریق یوتیوب چه حالا مثلا فلانی فلانی رو میشناخت دوتا چیز به من میگفت دوتا تیپ به من میداد دوتا مثلا میگفت برو فلان چیز رو مثلا دانلود کن برو فلان صداها ها رو بگیر و همینجوری هی که میرفتم جلو هی hey, علاقه هم بیشتر میشد و مثلا بیشتر می‌شد پای کار تا <applause> اینکه دیگه مثلا اومدم کانادا و خب توی کانادا خیلی باز شد که پیشرفت بکنم بخاطر اینکه وارد یه محیطی شدم که موزیکا فرق میکرد نسبت به رپ فارسی و گوشم خیلی بیشتر آشنا شد با موز... موزیک نیو سکول و خب خودم شروع کردم و نیو سکول زدن و بعد از یه مدت منم رفتم یه دوره پیش خشر کلاس اینجا توی کانادا و خشر خیلی کمکم کرد که مثلا راه خودم رو پیدا کنم توی بیت زدن و خیلی بیشتر یاد بگیرم و خب از اونجا بودش که دیگه کارام شروع شد و هی با آرتیست های مثلا نونمتر کار میکردم با دوستام تو ایران و خب میگم کل این پروسه من همیشه دوستم پیشم بوده که رپ میکرده و مثلا با هم آلبوم جمع میکردیم و متین هونتاش مثلا یادم کاملا مثلا آلبوم جمع میکردیم سالی یه دونه و کلی همش کار میکردیم و همینجوری من هی پیشرفت کردم پیشرفت کردم تا اومدم کانادا و <applause> یه اتفاق افتاد که همخونم ترک ترکیه بود و داشت برمیگشت ایران و من بدون خونه مونده بودم بعد من خشایار اتفاقی توی سوپرمارکت دیدم گفتم فلان و بیسار اینا بعد دیگه هیچی بید. با هم دوباره کانکت شدیم بعد اون کلاس و دیگه با سویلم بعدش کانکت شدم و متاسف دیگه با هم دیگه کارا رو شروع کرد خب این حرفاتون که من حالا دستگیرم شد شما عشق و علاقه و اینکه این میرفتین سمتش دنبال چیز جدید اینا بودین پس شخص جدیدی که میخواد شروع کنه این دوتا رو باید داشته باشه حالا برای کسایی که صد تازه کارن یکم یک به نوعی مثلا هم. نوبن به آره. اصطلاح چه برنامه رو شما بیشتر بهشون چیز میکنید معرفی میکنید کدوم رو اول شروع کنم بعد یعنی بخون از صفر شروع کنن بازی آره از صفر آره خب از صفر که اول باید خودتو قوی کنی یعنی اصلا تو الان کار ضعیف بذاری جلو دو تا رپر قاعدتا نمیخونه رو کارت بعد اول بیای خودتو به بیا یه استانداردی که هست برسونی استاندارد هم کجاست اونجاست که تو باید بری موزیک گوش بدی ببینی چی داره دقیقا. میاد میدونی چی میگم ببین موزیک گوش دادن خیلی مهمه توی زندگی یه پرودوسر به خاطر اینکه تو 90 درصد چیزایی که از توی ذهنت میاد و خلقشون میکنی معمولا چیزایی که سلیقته و سلیقت توش شکل میگیره که موزیک که،, که گوش میدی و دوست داری و مثلا شبیهش رو درست میکنی نه که کپی کنی ها <applause> میدونی به صورت ناخداگاه روی کار تاثیر داره و خب هر چقدر به توجه موزیک بهتر هم گوش بدی خروجی هم بهتر میشه حالا جدا از اینکه قوی شد بعد شروع کنه دیگه بعد شروع کنه از ببین تو خیلی مثلا بچه های خودمون وصل شدن به یه آرتیست های خیلی خفن خارجی از طریق اینستا مثلا اینا همش جلوی تو فقط راه داره که تو مثلا به یه آرتیست وقتی که کارت خیلی خفن شد فکر بکنی میتونی با یه آرتیست کار کنی چجوری باش بری تو دانس علاله علاله چجوری روش جوری پیام میدی ببین دو تا بخش داره واقعا یه بخشش خود اون کار موزیک است و یه بخشش بخش نتورکینگ و کانکشن و ارتباطاتو. ارتباطاته و بخش کارش که خب صد درصد باید مثلا بشینی وقت بذاری چیزهای جدید همش یاد بگیری میدونی پیگیرش باشی مثلا ما هم, هم همه از یه جای شروع کردیم که بیتام خوب نبوده خب و ببین این یه یه حالت مسیریه که هیچ وقت تموم نمیشه تو همیشه جا داره پیشرفت کنی یعنی درست. من و سوهیل خودمون الان مثلا اینجوری نیستیم که بگیم اوکی ما رسیدیم بیت زدن دیگه بلدیم پس تموم شد نه اصلا یه چیز ادامه داریه و میدونی اه... یه چیزیه که همیشه تازگی باید داشته باشه برات یعنی همیشه باید دنبال این باشی که یه چیز جدید یاد بگیری هر روز تمرین بکنی و خب ایناست که باعث میشه که تو آره درسته حالا برسی. درسته حرفت فقط میگم این چون خب رابط کاربری برنامه خیلی با هم فرق داره و شما درسته. تجربهاتو میشتره مثلا من یه شخص جدیدم میخوام یه برنامه رو اولین بار نصب کنم به نظرت کدوم کار کردن راحت تره میدونی برای کسی که میخواد تازه آها برای آها، که ای دبلیو ببین سلیقه ای هم هست خیلی سلیغه ایه. مثل... آره. دقیقا آره. مثلا من خودم قبل اینکه با خشی آشنا بشم یه موقع یادم رو افل بودم بعد دوباره خودم اومدم رو کیو بیس بعد همین فکر کنم یک هفته از الان دوباره رفتم رو افل استودیو ولی من فکر میکنم افل خیلی 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 چجوری بهت بگم خیلی استاندارد تر از لحاظ بیت میدونی چی میگم خیلی دم دست اگه مثلا اون شورتکات بتونید یا اون خودم دارم الان یاد میگیرم افلو و خیلی راحتتر میتونم بگم این شورتکات های افلو اگه بتونید خوب سیف کنید تو مغز دست درون واقعا باید بریزی دور بقیه برنامه ها رو برای ساخت بیت ببین بزن بهت بگم فکر کن یه آشپزیه توی آشپزخونه است خب فرض کن یه آشپزخونه اپل یا آشپزخونه کیو آشپزخونه مثلا ایبلتونه. خب همه آشپزخونا کارشون یه غذا درست کردنه و همشون چاقو دارن مایتابه دارن بشقاب دارن چه می‌دونم لیوان دارن ولی شاید توی آشپزخونه اپل استودیو لیوانه مثلا تو کمد اونوری باشه تو اون یکی توی مثلا کابینت پایین باشه یا دا مثلا چاقو شاید روی دیوار باشه اون ور این ور مثلا تو کشو باشه های. همشون کاربردشون یکیه و همه اون لوازم و به اصطلاح اون تولزایی که لازم داری رو دارن فقط تو باید ببینیم. رابطه برای 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 متفاوته دیگه کارشون یکیه. من خودم به نظرم چون من خودم هم قدیم یه ذره کار میکنم به نظرم مثلا افل راحت تره مثلا یه دونه رو میزنی اره اصلا یکم... اون که داره خیلی تو آره. رو میندازه جلو از لحاظ چیدن درام کیت یعنی اصلا تموم آره. میکنه تو پنج رو میتونی ببندی درام تو ولی کیوبیس آره. نه ورک اسپیس داره باید دونه دونه ویو بیاری به اندازی و حالا الان جدیداش هم دادم ولی اون همه باز کارای افل به, ب... به افل نمیرس من خودم سویچ کردم رو افل دیگه یک آره <mart> سال دارم ترقیبش آره آقا یه چند تا سوال در باید تازه کار بکنیم یه پرودیسوری که تازه کار میکنه و حالا کارش هم خوبه یعنی همه رو رد کرد تعمیران که کارش خوبه چه جوری میتونه بیاد تو مارکت چه جوری میتونه کانکت شه مثلا با یک رپر یا مثلا بیاد توی تشکیلاتی <s Sixt proceso> ببین مارکت ایران به نظر من خیلی ساده میتونی برسی به اینکه با آرتیستا کانکت بشی ببین خب تو باید ببینی که هدفت چیه یعنی دوست داری با کی کار بکنی و هدفت از این قضیه چیه اگه دوست داری مثلا پیشرفت کنی و با یکی مثلا به مسیر رو بری جلو بهتر اینه که مثلا با آرتیست های جدید شروع کنی کار کردن و همدیگه رو دیولوب کنید به اسطلا. یعنی با همدیگه بری جلو و جفتتون پیشرفت کنید و این کار رو خیلی میکنن ولی خب متاسفانه حالا به مثلا چون رسانه قوی نیست و اینا خیلی تاثیر زیادی نداره میدونی خیلی شانسی تره نسبت به اینکه تو مثلا بیای با آرتیست خفن کار بکنی ولی خب میدونی خیلی هستن که ایمیل هاشون تو پیجاشون هست میتونی بهشون ایمیل بزنی میتونی با پرودوسرایی که باشون کار میکنن کلاب کنی مثلا برای کشفشون کشف کنی مثلا باید بریم مثلا مثلا میگم بهزاد لیتو آهنگ میده یا مثلا هیچ کس آهنگ ها میده یا مثلا تیک تاک تیک تاک قدیم آهنگ میداد یا مثلا چه میدونم هر کی تو باید بگی خب من چجوری به اینو وصل میشم تو باید بری ببینی پرودوسر اینا کیه بعد خیلی راحت تره که تو به پرودوسره بسشی تا بتونی به اون آرتیست بسشی تا بخوای مستقیم بری سراغ قول مرحله آخر میدونی چی میگم چهار تا سمپل میفرستیم مثلا برای پرودوسری که مثلا من دارم کار میکنم با چهار تا آرتیست. چهار تا سمپل خف... خفم برای من بیاد من با اون سمپل بیت میزنم و موقعی هم که اون خواننده بیاد روی بیت بخونه 100 درصد کریدیت رو به اون پرودوسری که داره برای من سمپل میفرسته رو میدم میشه کریدیت ندی خیلی هم لاشیش میکنن نمیدن ولی بعد این کارو بکن یه راه دیگه هم که داره مثلا خودم ایمیل میاد چک میکنم ولی اونی که تو اینستا مثلا روی صفحه تگم میکنه رو خیلی راحت ترمینم مثلا موقعی که من خودم مثلا کانک نبودم یا مثلا یه آدم نونهی می بودم یه موقعی تگ میکردم مثلا کوروش و انتونز میومد میدید استوری های منو میدونی چی میگم یهو گفتم اه کوروش اومد مثلا دید استوریمو میدونی چی میگم خیلی خیلی از آرتیستا تگ کردن و چک میکنن مثلا چه میدونم روی پستی روی پست از بیت تگشون کنی اون آرتیستی که میخوای میتونی چهار تا آرتیست رو تگ کنی خب در راه درست با بری نه با مثلا اسپم کنی مثلا نه دیگه پیم بیت نه تو بری تو مخه یه آرتیست راه داره راهش هم یکی از همینه که دارم میگم تگ کن روی بیتی که زدی یه موشن حال براش بزن من خودم شخصا چه میگم خودم این کارو کردم و جوابش رو گرفتم دیدم که مثلا آرتیست دیگه هم استوری و تگ و اینا رو چک میکنن و خب یه چیز دیگه هم هست خیلی بستگی به میدونی رفتار اون آرتیست هم داره که با سوشال میدیا چه جوریه. یعنی مثلا یه کسی شاید واقعا مثلا خیلی تگاشو چک نکنه یا یه مم. کسی شاید ایمیلشو اصلا چک نکنه و میدونی تو باید اه... یه جورایی به اون سیرکل اون آدم پیدا کنی اطرافیانش رو مثلا ببینی کیا هستن و ببینی که کی میتونه کمکت کنه و کی مثلا تو میتونی کمکش کنی قبل از اینکه اون به تو کمک کنه بعد یه چیز اشتباه من میبینم یه دونه از این کارهای اشتباه که مثلا بچه ها میخوام وزشن به آرتیز میرن تو دایرکت یارو 45 خط حالا احوال کرده با آرتیست سلام داداش خوبی چه خبر من یه پرودوسرم که 16 سالمه تو فلان شهر دارم زندگی میکنم بابا اصلا میزنه میره اون آرتیست همون سری برو سر اصل مطلب داداش ایمیل تو بده میخوام بر سمپل بفرستم تو نباید یک ساعت تایپ کنی تا آرتیست احساسی بیاد بگه ای بابا این بنده خوده هیچ آرتیستی اینجوری نمیگه تو باید بری هست. یعنی دیگه نیست دید. آره الان آره اینکه گفتی آره من الان اینکه گفتی خود خودم هم حالا باش مواجه شدم سماجته باید باشه اما نه دیگه حریم طرف زیرو رو کنی مثلا آقا بیا توی روز 500 تا تگ و فلان نه. روزی یه بار تگ کن طرف دلد. شاید بیره. چون بعضیا تگ میکنم میره مثلا دیگه تگ نمیکنه بعد میگه آ ندید شانس ما رو میدونی سماجته باید باشه ولی نه زیاد است دقیقا تو دقیقا. بخوای سرچی که اتفاقی نمیفته حاجی و خب یه دیگه ولی از هم شور به درم نباید بشه دقیقا. یه مسئله دیگه هم هست. حتی توی مثلا مارکت خارج از ایران هم همینطوریه هم هم. مثلا پرودوسرا واقعا هر روز مثلا سند میکنن بیتاشونو به آرتیست های مختلف و هر روز هی بیت های مختلف میفرستن و بالاخره میدونی شاید یکیش جواب بگیره شاید یکیش مثلا دیده نشه حتی این صندلی منو بیارم بالا اوکی او اوکی و خب کجا بودم اوکی برو گفتی شاید بیتاش دیده نشه سند میکنه برای آرتیست ولی نه اصلا نباید سرد بشی به خاطر اینکه ببین در نهایت مثلا منو و شاید بالای مثلا 500 تا بیت زدیم ولی مثلا شاید بیست تاش اینا مثلا کار داییان. شده که کارت مثلا می شده کردیم رفته شیفت آره. دلیت مثلا یه کار پر زحمت و های والیومه یعنی تو هی وقت کارو بزنی و خب شاید مثلا تو اون وسط ها یکی دو تاش مثلا اینور اونور بخوان ولی خب در ببین خب آره دیگه تو هر به حال صنعتی هر هنری هر اولو تلاش میزنه اون که بیشتر تلاش میکنه ما دارا پایدار حرف میزنه میگفت من یه زمان بود روزی سه تا بیت میزدم و خب ام. یعنی تلاش دیگه و خب تلاشه رو باید کرد و البته درست حالا میدونی ما روزی چند تا میزنیم نفری <تصفح> نه دیگه به <تصفح> 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 نظر روزی چند تا بیت میزنی ببین با اون چالش هایی که خشیار داشت تو یه ساعت ترپ میزنم و 10 دقیقه ترپ و اینا فکر کنم روزی <تصفح> 25 6 تا بیت <تصفح> <تصفح> نه این خیلی رقم سنگینی بیت کامل دیگه با بیت کامل مثلا نفری هفتا تا قابلیتش رو داریم بزنیم چند تا میزنید خارج از قابلیت نفری سه چهار تا چهار تا رو میزنید آخه خسته ببین دیگه. چیز داره بگیر آره نگیر داره یا مثلا یه روز یه روز چهار پنج تا میزنیم و مثلا فرداش شد مثلا نزنیم مثلا آره میدونی بستگی به مودت هم داره یهو بالا میشینی سردرده داره میکشتت نمیتونی تو بشینی بیت بزنی یا مثلا چه یه روز اصلا فسی فاکت اپی اصلا نمیتونی با کسی حرف بزنی آره. چون همه پروسه رو میدن می یه تایمی تا آره دیگه همش پای سیستم آره. و به حال با اون داستان آره. یه داستانی می خواستم بگم یادم رفت آقا یه بحث دیگه هم هست که من فکر می‌کنم خوب اگه بهش اشاره کنیم یک پرودوسر جدید از نظر من بعد یک آرتیست جدید که هموای به خودش فکری شبیه همان پیدا کنه و بتونن با هم حرکت های جدید بزنن چون فقط این نیست که شما وصل بشی به یه آرتیست معروف مثلا نسل یکیام حالا اونایی که معروف خب شکل خودش طرف گرفته میدونه چی میخواد از کارش و اینکه بهش دنده بدی سختره اصولا یه کسی که در حال شکل گرفتن میتونی دنده بدی با هم کار جدید یکی از داستان همینه مثلا پرودوسر بعد آرتیست بذاره پرودوسر کار خودش بکنه خب آرتیستی ده. که وایس وایس پرودوسر بگه اینو میخوام اونو میخوام اینو بخوام ببین کاری نمیره جلو یعنی اصلا پرودوسر پس کاری نکرده اونجا آرتیست خودش پرودوس کرده تموم شد رفته اسم به طرف برای چی پرودوسره تو باید به آرتیست بعد آرتیستی باشه که الان نسل یکی دویی قاعدتا خیلی وقتها اتفاق میفته که نظر پرودوسر این کارو بکنه میدونی چی میگم به خب قول تو شک تا... گرفته شک گرفته دو... میدونی چی میگم میدونه چی میخواد کارش ولی مثلا تو با یه آرتیست نسل چهاری مثلا الان بری توی داستان صد درصد انقدر ذهن شبیه تو. چون نسل چاری ها الان تو رپ فارسی خیلی هم مسیرن ما هم دیگه چه پردوسراش چه خانندهاش همشون ما هم دیگه دوستن اتحاد خفنی داره اتحاد سنگینی پشتشه و اینکه میگم خیلی کار خفنتر میره جلو اگه این دوتا با همدیگه بخورم به همدیگه به خاطر اینکه من رشته کلام از دستم رفت <تصدق> آره راست میگه سوید مثلا در کل تو خیلی راحتتر میتونی با یه آرتیست هم نسل خودت هم سن و سال خودت هم مثلا چجوری بگم هم فکر خودت دوست باشی و کار بکنی این خیلی مهمه چون اه تو باید با آرتیستی که کار میکنی رابطه نزدیکی داشته باشی تا اون رابطه بین پرودوسر و رپر هم شکل بگیره و نه اگه اینجوری باشه که تو فقط بیتو بفرستی بعد کار بیاد بیرون اصلا به نظر من جذاب نیست بعد یه پرانتز اینجا وا قبل از اینکه ببریم جلوتر چون مطمئنم برای خیلی سوالش پیش میاد فرق بین پرودوسر حالا یا تنظیم کننده با آهنگساز و فقط بیت ساز چیه من میتونم توضیح شو بدم میتونم خب تو توضیح بده بعد من میدم اوکی ببین از دید من آهنگ ساز فقط میشینه یا آهنگو میسازه و خیلی ماشینی میره هی بعدی میره و هی بعدی پرودوسر ولی خب روی مسائل دیگه هم دنده میده به آرتیست دنده میده به انجینیر دنده میده میدونی یه پروداکت نهایی رو درست میکنه پرودوسر یه چیز نهایی یعنی مثلا شاید بگه اوکی اینجاشو با این فلو بخونی بهتره دقیقا. یا مثلا فلانی اینو مثلا میکس وکالشو اینجوری بکن مثلا انقدر بیشتر ریورب بده یا مثلا چه میدونم از یکی دیگه مثلا میگه اوکی تو هم که پرودوسری بیا مثلا فلان کار رو روی این مثلا لاین ملودی انجام بده میدونی چی میگم یه جورایی صفت تا صد یه پروژه دسته پرودوسر به نظر من. دقیقا. از فلو خواننده حتی من دیدم که توی لیریکش هم تاثیر میذاره میدونی چی میگم یه پرودوسر روی تنظیم کارش روی میکس کارش روی همه چیه یا آرتیست اون کاری که میخواد ریلیز شه میتونه تاثیر بذاره حالا از پروداکشن داستان باشه میگم تمام جنبه ها رو در نظر میشه گرفت ولی اونی که بیت میسازه فقط آهنگساز داره بیتش رو میسازه میده دست آرتیست آرتیست می میره پیشه ارنج می میره ارنج میکنه خودش شاید پرودوس کنه شاید اصلا بره پیش پردوسر پرودوسر دیگه شاید بیتو دارم دقیقاً حالا اینو بپذیم. 10 تا جای بیتو شاید پرودوسر جدید عوض کنه میکس میکنه ارنج میکنه میگم کارهای مختلف میکنه پرودوسر همه کاراست توی این داستان آره پرودوسر خیلی بزرگتر است چون خیلی فکر می‌کنم فقط مثلا همون بیت سازه خیلی بزرگتر از بیت سازه دقیقاً مثلا یه سری از پرودوسرها هستن که اصلا بیت نمیزنن مثلا کارشون بیت نیست دیجی کله دقیقاً مثلا بیت نمیزنه یارو ولی پرودوسر میدونی چی میگم کار جمع میکنه صرف تا صد یه پروژه رو میگیره دستش آره آه. بعد آه. حالا نسته... بعضی شاید شو... <تصف> اینم ندونم خیلی از اون پرودوسرها حالا ممکنه آهنگ اصلی مثلا با اون باشه ولی مثلا سازش یکی زده درامش رو یکی زده و این ارنجش رو کرده و اینو مثلا خب خیلی هم مثلا فهم کنه تو وقتی میگی این کار پرودوسش با من بوده خودش بکنه آره همه چی خوش نه شاید فقط نظارته و آره نظارت هم کاملا همینه جنبه های مختلف داره داداش مثلا ما خودمون چهار بیت میزنیم میزنیم چهار تا پرودوسر میدونی چی میگم نمیزنیم مثلا بیت بیت میکرش مثلا سوالک بوده پرودوسرشون بوده میزنیم چهار تا پرودوسر چون واقعا همین جوریه میشینیم بحث میکنیم راجش آقا این ایتویتش رو اینجوری بکنیم اون میگه بکنیم مثلا این میگه هایتش اینجوری بکنیم میگه بکنیم یعنی چهار تایی با هم پرودوسش میکنیم اینجوری ای حالا گفتی بیت بای یادت یا آهنگای خز ایرانی افتادم بیت بای سوالک <تصفيق> 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 <میکسا> <تصفيق> 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 حالا <applause> خدا را شکر این پرودوس ایرانی هم داره خوب جمره یه زمان بود واقعا ما اینه نمی نمیدیدیم یعنی قشنگ معلوم بود که حالا مثلا ایرج جی رو داریم ما تو این داستان و خود خشایار و... ولی خیلی کم بودن قدیم میدونی الان به خاطر اینکه پیشتر... راه داداش تا موقعی که خشایار این کلاس های آموزشیش رو ران،, ران, انداخته بود هیچ کسی واقعا نکرده بود سمینارهایی که خشایار تو ایران گذاشت کی کرده بود تا الان تو رپ هیچ کس خب نکرده آره، اوناش اوناش 100 درصد هست ولی خب میدونی حالا الان جهت ندیم حالا چون خیلی نه جهت نه ولی می دونی... آقا میدونی می آقا 110 و تا و پرودوسر الان داره آره خب... کو... پس اگه حالا ب... با بچه میدونی قرار بود برای کات رب کنای که حالا جدیده یه پرودوسر برام پیدا کنن 200 سفر دارن به من پیام میدن من اون شغلی... شماره تو انقدر زیادی تعدادشون خیلی من قول بهت میدم که نه حتی تو ایران توی خارج از ایران هم هیچ کسی همچین تشکلی نداره با صد و تا پرودوسر تو واقعا برو بگیم و تماشون هم حالا ببین خلاصه کلا من این سیو میخواستم بگم ما بین حرفتون اینه که ما از قدیم تو رپ فارسی زیاد پرودوسر نداشتیم یه دونه مهدیارو رو داریم یه دونه جی یه دونه خود خشارسار آره سعید و آتور حالا تو جدیدا داره و حالا بقیه بچه‌ها اگه سامیلو هم هستش سمیلو. سمیلو آره خیلی کم بودن الان خدا رو این داره بیشتر میشه و اصلا تغییر رو میتونید ببینید حالا شاید یکی خیلوان. با تغییر اون آرتیست حال نکنه ولی شما مثلا تغییر خلصه رو نگاه کنید از وقتی که مثلا با ایرس جی جی حالا مثلا کار کردن یا تغییر لیتو مثلا لیتو هم قبل اون توی یه برحال تشکل خفنی بود و اینا این خیلی مهمه که پرودوسر که خط میده بهت بهت میگه به چیکار کن چون پرودوسر معمولا میدونه از یه کار چی میخواد میخواد اونو بکشه بیرون دیت ذهن ذهن برتری داره پرودوسر علکی نشده. از دیاره بالا نگاه میکنه دیگه پرودوسر از با حواسش از مخاطب چی میخواد حواسش از بازار سنجه. چی میخواد حواسش از آره به این چیزا باید فکر کنه فقط اینکه شما بیا مثلا بعضیا فهم کنن طرف میاد مثلا یه لانچ پد میذاره جلوش دو 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 شد بیت مثلا داد بیرون نه این, این, این؟, این... آره این نام نیست این آره خیلی ها این فکر رو دارن ولی واقعا اینجوری نیست و آره. پرودوسر با آهنگ ساز به شد... یعنی با بیت ساز به شدت فرق داره دقیقا آقا یه سوال بکنیم از سهیل عزیز توی دابل آلبوم بودی همکاریتون چه بود آهنگ برخیز رو داشتی دقیقاً ببین از اینجا شد که خب من قبلش هم با سپر در تماس بودم تو کانادا پیش هم بودیم دوست شدیم اینجا هره. با هم دیگه خدا رو شکر بعد شماره رو داشت دیگه سپر همیشه اصلا بیت میخواد به میگه یه موقعی بعد این بیت زده بودیم برای یه آرتیست دیگه بعد اون آرتیست زیاد فازش نگرفت واقعیتش بعد دمو هم بود خیلی چیزاشو هنوز نچیده بودیم بعد آره. رو من فرستادم برای سپه بیلیو گفتم ب... بعد چجوری شد این بیت این بیت رو من و سینت کیز و ایلنویز و ویرد مهدی چارتایی زدیم که اصلا قصد میگفتم گفتم بچه یه چند تا بیت بزنیم بدم دسته مثلا آرتیست ایرانی روش بخونن های حال میکنید. چون بچه ها کلا توی مارکت خارج از ایران دارن کار میکنن مخصوصا سینت و ویرد با ایران زیاد کاری ندارن بعد اونا قبول کردن گفتم باشه پایین بعد این بیتر رو که زدیم دادیم به اون آرتیست حال نکرد بعد گفتم خب اصلا این چه کاریه میفرستم برای سپر موده بیتش هم خیلی به سپر میخوره تا فرستادم برای سپر مسیجش هنوز دارم او اصلا چه بیت خفنی آجی این مال خودمه میگم فرداش دقیقا دموشو فرستاد دموی خودشو فکر میکنم که بعد گفتش که اینو کار جمع میکنه. بعد چند وقت داشتیم با ایلیه اشغال میکردیم آبجو میزدیم تو رستوران آه. یا دیگه مسیج داد رفته تو دابل آلبوم ترک و سیجل هم روش کورس و یه ورس دیگه ما هم خیلی خوشحال بودیم آه. دیگه. گفتیم خب داریم کار میکنیم بالاخره مثلا با بچه های زدبازی و خود سپر دوباره بعد ارزم با حضورت هیچ از این قرار بود دیگه بیتو زدیم و دادیم به سپر سپر هم گفت رفت تو دابل آلبوم و تمام خب ایلیا عزیز خودت چجوری کانکت شدی با کنم تو تخگاز ترک داشتی دیگه با کروش و بود درسته چجوری بود اون داستانش چجوری رفتی تو دانس به خب ببین چند وقت بود که مثلا ما تازه تازه مثلا اومده بودم پیش بچه تو استودیو مثلا بهزاد میومد و میرفت و خب مثلا با هم در ارتباط بودیم حالا مثلا کوچولو رفیق شده بودیم و اینا بعد خب میدونست من بیت میزنم و اینا و خب چند تا بیت های قدیمی مثلا براش گذاشته بودم حال کرده بود و به من گفتش که یه کار بزن که مثلا بریم روش مثلا میخوام آلبوم ریلیس کنم و اینا یه کار دیگه میخوام و یه بیت من داشتم از قدیم که تو هاردم بود و اینا اونو براش گذاشتم خیلی حال کرد و خب اون بیته ورژن فاینالش نبود بعد خب مثلا خیلی به استایل بهزاد میخورد رفت و مثلا یه دمو برای من فرستاد بعد دوباره من ورداشتم کار مثلا روش یه سری کارو انجام دادم دوباره دوباره مثلا یه سری بخشاشو حذف کردم دوباره ش... یه سری چیزا اضافه کردم و مثلا یه ذره بیشتر پرودوسش کردم مثلا اومدم ارنجش کردم مثلا بریج گذاشتم ورس گذاشتم دوباره اینا و یه روز به پی داد که گفتش که اینو کوروش هم آوردم توش منم خیلی خوشحال شدم جون بالاخره هم اولین کارم بود هم خب هم کوروش هم به حساب خیلی آرتیست های خفنی و خیلی واسه افتخار بودش که اولین کارم هم اینجوری باشه و خودم هم خیلی راضی بودم از بیتی که زده بودم آقا میخوام که بحث رو عوض کنیم و ببریم سمت اینکه یکم میدونی حالا فرنگ سازی این داستانم میخوام این سوالو برای کسایی که نمیدونن آقا اسپاتیفای چیه و <تصفح> چیه دیگه اسپاتیفای چیه اسپاتیفای خب خیلی ساده بگی یکی از خفن ترین پلتفرم که شما میتونید به همه موزیک هایی که الان توی بازار جهانی میاد دسترسی پیدا کنید یک جا و به صورت ماهیانه چی میگن سابسکرایب کنید و ممبرشیپش رو داشته باشید و خب یه راهیه برای هم برای شنونده ها که دسترسیشون بیشتر باشه به موزیک و هم برای آرتیست ها که کارشون رو جلوی شنونده های بیشتری بذارن و از کار هم پول در بیارن بابت شنیده شدن دقیقا میدونی سیستمش چجوریه؟ سیستمش به این شکله که خب کار آپلود بکنی به ازای استریم پول میگیری فکر میکنم به ازای هر صد که استریم داره 300 350 دلار پول میده و اینکه یه،, یه سری داستانه جالب که توشه مثلا بخوام یکیشو مثال بزنم یعنی تبلیغاتشان بخوام بکنم اینجوریه که مثلا یه آرتیست خفن داریم یه آرتیست معروف ایرانی یه استعدادم میخواد پولی باش فیت بده و این داستان تو همه جای دنیا هست ترویس اسکاتش هم میره پولی فیت میده من مثلا میخوام... اسکات با همه فیت نمیده با همه فیت آره. نمیده ولی میده آره. به هر کی پول بده فیت نمیده این فرق به ده. هر کی که پول بده نه 100 درصد مثلا یو نمیاد با چه میدونم اه... علی بابا با من, فیت بده با علی بیان بابا بیان داشتیم یه زمان <تصفح> آره نمیدونم من بیا آره آره علی بابا بود آره مثلا با, مثلاً با علی بابا من فیت نمیده. نمیده آره با من نمیده. آره با تو یا اصلا با خود من فیت نمیده ولی داستان از این قراره که مثلا با میلاد هم فیت نمیده دیگه نه دیگه <applause> آقا من اصلا مخالف این داستان اصلا حاشیه نکنیم من میگم آرتی نه برای شوخی گفتم اوکی آره, نه حرفم من بود شوخی بود زیاد آره <applause> من من اتفاقا هیت نمی کنم میگم دمش میگم که فیت داده حسن پولشو گرفته نوش جونش داره حالش بره من نه هم... که نبوده بوده. فیت که نه یه سری شایعه بوده, بوده. حالا ما هم شنیدیم فیت آره. مثلا میدونی آره. حالش آدم شاید. اگه فیت بوده پول گرفته نوش جونش آقا گرفته که گرفته دیگه به من چه <applause> آقا این وسط من چیزی بگم آقا چرا هر کاری که هر آرتیستی میکنه که یه پول دره همه میریزن سرش آره. آقا مثلا میره رو اسپاتیفای میگن چرا رفتی رو اسپاتیفای چنل یوتیوب میزنه میگه تو چرا یوتیوبر شدی چرا دیگه رپر نیستی <تصحیح> <تصحیح> چه میدونم ت... اسپانسر میگیره میگه چرا اسپانسر فلان گرفتی تبلیغ سایت بت میکنیم میگه چرا سبق سایت بت آره ببین خب خیلی آره خیلی این چیزها ها میکنم ببین حالا ما هم اینجا نشستیم بگیم کی چی ما فرهنگ ما ایرانی از بد تولد این بودی که قر بزنیم تو زندگی ما ما, مشکل زندگی ما ایرانی ها اینه ما نمیتونیم تو لحظه زندگی کنیم و به خودمون فکر کنیم ما فقط تو زندگی دیگران داریم سرک بیکشیم به خدا وقت بذاری روی خودت همه چی رد بکنی چین تامین دازی لامبورگینی تامین دازی زیر پات و واقعا هم یه زندگی خیلی خوشگل میکنی میدونی به خودت هم اه. افتخار میکنی پس آقا سرک نمد بدید دوست داره به دزدی کنه اصلا به من چه که دزده اونی که باید بره با دوز مقابله کنه بره بکنه قانون باید بکنه مگه مارکت رپ فارسی قانونی پشتشه که من بیام تصمیم بگیرم که طرف چی کار بکنه یا نکنه کلا در رو رپ فارسی نه مجوزی هستش که اصلا هیچ کس هم نمی جنگه برای مجوزی چون مجوزی نمیخواد گیرم یه دونه چه میدونم یه وزارتی پشتش نیست یه قانون یه چارچوب هیچی پشتش نیست پس یارو هر جوری که دوست داره بره پول در بیاره حالا سایت بد میتونه باشه آقا جدی دارم میگم <laughs> ببین آخه یه چیزی هست ببین حالا من اینو میگم اونو برای شوخی گفتم من به یه چیزی داشتم البته با بحثی داستانم شاید مخالف باشم به شخصه ولی داشم داشتم به این فکر میکردم های ما تو ایران میاد به عنوان وریوسارتیسینا که یه،, یه یه, مشت کیف پول به عنوان استعداد معرفی میشن و میدونین خب مثلا به خاطر هزار دلار دو هزار دلار نهایت <applause> و مثلا میان میگن چرا اون وقت فلانی رفته فیت سی هزار دلاری بابا شما دارین به عنوان مستعد یه کسایی رو میریزین تو بازار به خاطر یه پولای خیلی کمتر بعد از اونها ایراد میگیرید خب من ببین یه رو بغل یکی ها میبینم که تو این به عنوان مست... مستعد قبول دارم حرفتو داداش ولی ببین نگاه کن همه پول ندارن الان شرایط ایران شرایط گل و بول بلبلی نیستش که همه پول داشته باشن نه ببین مثلا من اینجاست و... منم حرفتو میگیرم منم نمیگم مثلا ام. همه وضعشون خوبه همه توپه میگم آره. شما هم که خودت داری فیت پولی میدی ما پولی میدی چرا میای به یکی دیگه اینجوری چیز میکنی میدونی به خاطر ام. مثلا رقمه داستانه یا نه شما خودتون دارین کسایی رو به عنوان مستعد میدونی مثلا آقا اون تکلیفش معلومه یه بابا یه پول ام. داره میخواد فیت بده ولی اگه. شما دارین به عنوان مستعد اینا رو میدین تو بازار میدونی اسمشون رو م... اینجا مسئله است آرام نمیشنوه کسی ببین اگه کار یارو خوب باشه میگیره می کارش خوب نباشه، نمیگیره حالا چه پول بدی آره. چه ندی این چیزی که من الان دارم میبینم یه بابایی مثلا میاد 20000 دلار پول خرج میکنه تو مارکت به خدا که هیچ کس نمیشنوتش یه بنده خدایی هم هزار تومن نداره ولی مستقل خودش داره کارش رو آپلود میکنه بابا هیپاپولوجیست رو کی حمایت کرده هیپاپولوجیست تموم شده رفت نه پول میخواد نه قرار هزینه ای کنه دادش کارش خفنه کارت خفن باشه اصلا تو دیگه به این داستان ها فکر نمی کنی حالا یارو بیاد صد هزار دلار بگیره اینجاست که میگم به من و تو ربطی نداره یارو کارشو بره خفن کنه بیا تو دانس توی این دنیا هم شر است هم خیر است منو تو نمیتونیم جلو این دوتا رو بگیریم باید فقط به فکر خودت باشی داداش الان کسی که کار خفن داره میکنه داره کارش میگیره و اونی هم که داره هر جوری که خرج میکنه و میار و میبره راه راه درستی باشه هم دیده میشی هم کارت میگیره به خدا که به پول ربطی نداره مارکت ها من الان برم 20 هزار دلار خرج کنم فلانی بیاد رو بیت من بخونه پس فردا چی میدونی چی میگم ولی آره، اونجا شوشه. که من هی hey, بیت خفن تر بزنم چهار تا آرتیست بیان دیگه اصلا پول پوله به میره داداش گلم اینه داستانش آره، من یه پوینتی آخه میخواستم اینجا بگم بابا به جای اینکه بیای بگی اینا استعداد ما استعداد آوردیم تو آلبوممون بگو آقا این فیت بیزینسیه این آلبوم بیزینسیه که دور یکی خودت میای فیت پولی میدی اون بغل گوشه رنگ گیره نرم یعنی چی بهت میگم اینه منظورم من که آقا کلی اومده دیگه کلی آلبوم داشتین، کلی هم درآمدزایی کرده ولی هیچ کدوم اونا نیستن یعنی مثلا من از یادم 13 تبر اومده بود آلبوم چند تا از آرتیستشون موندن جدید بودن فکر کنم یکی نه اسم نمیبرم میشن آره بعد کارتو خفن کنی پول زیاد مهم نیست من حرفم اینه حالا یارو دوست داره بره 40000 دلار خرج کنه آقا بس و قشنگ چه جنجالی شد من یه جور جد... شوخی کردم ولی دوست دارم این تو حالا الان میگن تو کی کی دوست داشتی ولی دوست دارم که ببینین ما مثلا با آرتिस्टامون پرودوسرامون مصاحبه های نه مصاحبه فقط پولی نباشه حالا پولی بحث بیزینس شده ولی نه خشک بشینن ما دیروز این کارو کردیم میدونی این قشنگ اینجوری نه میفهمم بگیم اون می خب. آره آقا ببین هیچ چیزی هیچ آدم نقطه نظرشو بگه لازم نیست همش حمله کنن بگن تو چرا نقطه ده؟ همون جوری که مثلا ما به کسی برای نقطه نظرش حمله نمی کنیم به نظرم بقیه هم باید احترام بذارن هر کسی دقیقا. احترامی سر جای خودشه دقیقا. هر کس هم داره برای زندگی خودش یه تصمیمی میگیره حالا چه تو زندگیش باشه چه تو مارکت رپ فارسی باشه یکی که تو شرکته ما نمیتونیم تأثیری بذاریم رو کاری که یارو داره میکنه حالا تو داری میگی بده من میگم خوبه تو میگی خوبه من میگم اصلا نبا نباید تو همه رو بخوای هم رنگی خودت کنی و نه یعنی اون موقع دیگه مارکت بیمزه ای میشه باید... دقیقا آره اتفاقا حرفی که من خودم همیشه میزنم میگم که مثلا ما دعوای خیلی فجی داریم بین اونایی که آندرگراند ترن با اونایی که استریم ترن و اینا میزنن تو سر اونا اینا میزنن تو سر بابا بغل هم نباشید که این دیگه رب نمیشه میدونی اگه ما م. تاریکی آندرگرند و با مثلا عشق و حال و روشنی مین رو با نداشته باشیم که دنیا هم همینه دیگه اصلا خوب و بد بغل هم معنی میده سیاهی و روشنی در سیاهی و تاریکی خب تو نه سیاهی و از بین ببری نه،, نه 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 بیف فرقش جداست خب بیف آقا دو آره. نفر هم اصلا حالا یه مشکل شخصی دارن یا کلکل کل کل موزیکیه دیگه تو زندگی زندگیم یکی میزنه یکی میخوره آره ولی بعضی چوز... بیف ها واقعا لوس هاجی آره یه سریش لوسه هاجی خودت حالا من منظور دار می کنم اش آخه بز من فکر کنم به نظر تو کدومش لوس بود آقا ایلیا گفت لوسه منظور داشتی گفتی لوسه کدوم لوسه کدوم لوس بود جدی کدوم اصلا یه سری بیفای اخیر به نظرم علکی ادامه پیدا میکنه مثلا میدونی همه سعی میکنن خودشونو یه جوری توی این مسئله قاطی بکنن در صورتی که به نظرم احتیاجی نیست آره یه جایی میشه یه مثلا دو نفر دارن با هم یه بیف میکنن اون دو نفر میشن ده نفر بعد مثلا یکی میره از این میزنه یکی از اون میزنه آقا بذار این دو نفر کارشونو کنن میدونی چی میگم بعد علکی خودشونو قاطی میکنن ببین تو این که میگه داش شیمت فهم کنم 7 ماه آه آه یا 8 ماه پیش بود یکی اومد بعد طرف یکی رو گرفت مثلا گفت این راست میگه بعد از اون گفت فکر نکنیم من مثلا با تو میگم تو راست میگی اینجا <تصفح> آقا ایران تو هم خودت میبینی خب داداش اصلا خب چ... چ... چرا اومدی مثلا نظر تو عکس رو دیدی مثلا تو اینستا اینو میذارن مثلا ویدیو سه نفر دارن نوبتی هم دیگه رو چک میزنن آره اونم عجیبه داستانش من بخوام مثلا ولش کن اسنوریم بهتره آره ببین من اول یه دونه اسم میارم به نظر من بیف وانتونز و اپیکور خیلی اونا مثلا یه دونه تر... تیکه ریز تو آهنگشون میندازن و آره. میدونی بیف درست این دیسکونه اون دیسکونه نه برای همین اینو مثلا یکم ای بیفشون یکم یه, یه جوریه به جز اونا بقیه بالن اکسا. من اصلا من خودم جپی نمیخوام بگم ولی آره. آجی وانتون زمین تا آسمون بالاتر از اپیکوره دیگه بحث چیزی نکن آقا هست دیگه نظرت نظر منه آره, از آره نظر من از لحاظ کاری خیلی خفن ترن هاجی داره دیگه کیو من خودم خیلی <تصفح <intens ülh public> مثلا اپیکور گوش نمیدم ولی مثلا ونتونز و الان واقعا از موقع چون ایلیا خیلی گوش میداد آهنگای کورو شارتا رو منم شروع کردم خیلی خفن هاجی ولی مثلا اپیکور رو قبلا گوش میدادم اومدم مقایسه کردم دیدم اصلا خیلی خفن تره اپیکور خیلی خفن بود ولی به نظر من یه اشتباهی کردن و اونم این بود که چند تا کارشون بیشتر از بقیه گرفت همونا رو تکرار کردن و سر همینه که به نظر من ولی نمیخوام بگم بزن. بدن و بعد خیلی قضیه هم میدونی یه تایمی یه واقعا به نظر من مثلا سال یه آلبومی اومده بودش که یه آلبومی اومده بودش کاورش قرمز بود اسمش چی بود پیش رو هم توش بود آها اما آلبوم متفقین اپیکور دیگه آره اون مثلا آره دقیقاً اون, آف اون آف تایم آف اون تایم اپیکور واقعا داشت آره میگاد آره،, آره اصلا یه بیت هم برای پیش رو زده بودن موزیکش آره خیلی خفن, خفن بود. بودن بعد قلب شیر مثلا آره آفرین آف آف قلب شیر و ببین اون فرمون رفتن تا یه جایی و بعد مثلا میدونی تو بعد از چند سال بعد دوباره خودتو آپدیت کنی آخه یه سری اتفاقات بعد واسه گروهشون افتاد آره باستا آره باستا باستا مدنم. خدا؟ مدنم. من اتفاقا خدا اون موقعی که یکی از اعضای گروهشون حسین پیکور بیچار فوت کرد خدا, خدا موجود بیام خدا اون شد. موقع من دقیقا داشتم ماشین ها به زهر رو پاک کرده بودم که سوار متروش هم رو گلگله بود هاجی بعد گفتم چه خبره اینجا بعد یه خبرش دادم گفتم بیچاره فوت کرده خیلی اصلا خیلی یه جو خیلی بدی بود اونجا آره بشه اصلا, بشه اصلا خیلی ناراحت کننده بود فکر کنم غم انگیز ترین لحظه تاریخ رپ فارسی بود دیگه آره, آره چون خیلی خفم بود حاجی حسین اپیکور حسین اپیکور خیلی اصلا. اصلا. کارش درست بود ولی دو خفهم. تا آهنگ بعد مرگش اومد اصلا آره اصلا ما آره قشنگ یادم من... کدوم آهنگو می اون که تریپلت میخونه روش یکی فکر کنم ولی باز اون آهنگش میگم که اسمش ظهوره درباره چیز حرف میزنه ظهور آره باز... آره 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 اصلا ولی بازم دمشون گرم که ادامه دادن چون ببین واقعا آره. سخت بوده یعنی مثلا آره بابا میدونید یکی از اعزاد یهو نباشه دیگه اصلا مغزت سوت میکشه حالا این مقایسه که میکنی میگی مثلا بیفشون و فلان ولی در کل کار جفتشون خفنه دمشون آره هر کدوم یه راهی را رفتن دیگه. حالا بایدان. بایدان. یه سر نتیجه دیگه و... میگی خوبه آره. یه ولی بیفشون یه جوریه آدم. نه این دیس مستقیم میده نه اون یه که ریزی میندازه یه وایس اون میذاره تیکه <applause> بابا دو تا دیس بدین مثل مثلا داستان مافی با مثلا کوروش ببین اینجوری آره پشت هم دیس بیاد بهتره خیلی بهتره آره بابا اسپاتیفای رسیدیم به بیف اپیکور رو آره من خب اینو حالا بپرسم میگم بحث جنجالی شه فکر میشه سشن ولی سود اسپاتیفای برای آرتیست پرودوسر و مخصوصاً شنونده چیه چون شنونده من... فکر می‌کنم فقط آرتیستا سود ميهن. من برای استعداد رو میتونم بگم ببین نگاه کن من مثلا داشتم اصلا این بحثو میکردم رسیدیم آره. به اینجا آره من, مثلا... من مثلا بخوام فیت بدم با یه آرتیست خفن هزینه هم کنم تو میای پا... پای میز با آرتیست معامله می‌کنی چه جوری میگی آقا مثلا من میخوام 5000 دلار خرج کنم با آقای ایکس فیت بدم آقای ایکس میگه بفرما بیا پول شما به بنده بده توی قرارداد چی قید میشه میگه آقا 50 درصد استریم موزیک حالا تا هر زمانی که روی اسپاتیفای بود مال استعداد 50 درصدش هم که مال خود آرتیست این قرار داد میتونه به هر شکلی باشه ۳۰ درصد 70 درصد 20 درصد 80 درصد میدونی چی میگم اینجوری یه آرتیس میاد پول رو خرج میکنه از اون پولش بعد یک سال دو سال برمیگرده میره تو جیمش فیمش رو به دست آورده اون آرتیست معروفه نقد و گذاشته جیبش یه حرکت خی... یه... یه... داستان چرخشیه مثل اینی که آره میبیدونم... اصلا تو لول اپ میشی یعنی چیز میشی برای اینکه چی میگن ذهنت اه... خ... میره روی این کار که اصلا قاطی کردم چه با... انگیزه میگیری که کار که... که... بهتر مثل بدی مثل اینکه دارن یه وام میدن یه همچی آره. چیزیه آره دقیقا. چیز آره از لحاظ آرتیستی و من خواستم اینو بگم اینو میخوام بس کنم ما الان نیاز نداریم که فلانی مثلا بیاد بغل مهدیار ما مثلا یه زمانی حالا نمیگیم مثلا چیزیو یه زمانی بود فلانی همه کار میکرد که اسمشو مثلا مهدیار بیاره یا کنار مهدیار یا هر کسی بزرگتری دیگه شنیده بشه تو فلان سایت دانلود بشه مثلا جلو خانوادهشه مثلا دوستش بگه آقا من میبینی انقدر الان دیگه اون زمان نیست و ما این فیتا رو داشتیم الان زمانی که تو بری اسپاتیفای ویو تو بگیری دراری اگه با مهدیار کار میکنی اگه با جی جی کار بیای هم اون دراره هم تو رو این حساب آرتیست چون میدونه قرار از اون دراره آقا 5000 تا الان میدم اوکی من از این کار قرار دو سال یه 5000 تام بریاره واسه کار خوب بدم که دو سال دیگه گوش کنن این 5000 تا هم میدم میدونی هم قدر پول تو میدونی هم فیت بهتر هم کار بهتر هم آرتیست بهتر بعد اینو متوجه نیستن یه سری از بچه ها موندن بین یه سری از سایت ها یا اسپاتیفای کدوم رو انتخاب کنن اصلا عقل سالم به تو میگه که چی کار بکنی پس دیگه تو دسترسی دلیل نهاره نهاره که تو بخوای هر کسی جور یا... موزیکی بخوای داری این بر شنونده است تو هر لحظه هر جایی که باشی میتونی هر موزیکی که بخوای گوش بدی مثلا چه میدونم از از چه میدونم هایدش گرفته تا دریکش گرفته تا چه میدونم مرلی منسونش گرفته تا چه میدونم آرتیستای رپ ایران گرفته ساسی گرفته هر چی بخوای میتونی گوش بدی آرتیستای خارجی ایرانی آرتیستای فرانسوی هر دقیقا. چی دقیقا. آره بعد دقیقا مثلا تو ماه پول یه آلبوم میدی ولی همه رو داری دقیقاً دیگه من خیلی خفنه آقا اصلا خیلی بعد چقدر به نفع آرتیستته اصلا اون آرتیستی که مونده بین دورا جلو روته برو یه اصلا... پنج دقیقه بشین راجبه سیستمی که داره فکر کن اگه واقعا بری سمتی داستان دیگه ای من به سالم بودن عقل طرف شک نه آخه تو داستان... یه راهی هست تو مثلا فکر کن طرف داره میاد برای هر آهنگت 5000 تا میده بعد تو تو ماه میدونی ده تا آهنگ بهش اه. بدی بس الان اصلا الان آمارشو میتونه چک بکنه به صورت آمارتو واقعی چک بکنی. بعد یه داستان دیگه است این داستان اسپاتیفای الان دو میلیون استریم مثلا آلبوم اتصالی آقا ده سال دیگه نمیدونی چه خبر خبره از الان باید بکاری. مثل رادیو جوان دیگه رادیو جوان دیگه چه میخوره الان سطح الان سطح الان برکن. الان باید تو اسپاتیفای بکاری دو سال دیگه برداشت میکنی به خدا دو سال دیگه یه جوری برداشت میکنی که میدونی چی میگم یه جوری برداشت میکنی که اصلا خیلی فرق داره با این چیزی که الان توشی بعد خب یه چی دیگه مسئله دیگه هست خیلی از لیبل های خارجی حتی نگاه میکنن به اینکه آرتیست ها چجوری دارن روی اسپاتیفای و پلتفرم های جهانی مثلا ویو میخورن پلی میخورن پلی میخورن و اینا و خیلی اصلا ممکن حالا من نمیدونم الان ولی ممکنه یه روزی یه لیبلی بیاد سراغ فلان آرتیست ایرانی باشه. دیل ببنده بقا. یه روزی مثلا چه میدونم اون پرودوسر شاید بخواد رزومه کاریشو بده به آرتیست خارجی ببین اینو گفتی من یه تو مثلا تلگرام دل... فرض کن به تراویس بگی تلگرام داری کارم <applause> ببین اینو گفتی من حالا پشت صحنه با یکی داشتیم حرفی زنیم قرار بود یه فیتیو ردیف کنن و طرف گفته بود آقا این فالوور اینستاگرامش کمی کم ای من با این کار نمی‌کنم میدونی یعنی خوشش اومده بود از چیز کار طرف ها. اه، اه، کاری که به حال میکرده خوشش بود از اون ولی میگفت این فالووراش پایین من کار حالا تو میای اسپاتیفای ویو تو میبینم واه بابا چرا که نه ما هم پول در از بغلش ما هم پرشن میکنیم ما مثلا خودم اینجوری هم. من حالا زیاد به استریم کار نرم یه قسمت داره اسپاتیفای میری این آرتیست های جدید و کاراشو میبینی دیسکاور ویکلی و فرش فاینز و یه آره. سری پلی لیست که فرش فاینز اسمش یعنی مثلا کسایی که تازه استعدادن و کارشون یه جورایی مثلا داره میگیره میان خود اسپاتیفای میزارتشون توی پلیلیستی که فرش واینزه که مثلا هر هفته هی کار جدید توش میاد و اینا و خب مثلا یه همچین چیزی ما اگه تو ایران داشته باشیم یه همچین پلیلیستایی خیلی از آرتیستای استعدادمون میتونن خودشون نشون بدن خیلی پرودوسرها میتونن خودشون نشون بدن علاوه بر اون همون قضیه رزومه که گفتم تو مثلا چند تا کار زدی نمیتونی رزومه رو چمهم توی بگی آقا برو رادیو جوان گوش کن اه. یا برو مثلا تلگرام گوش کن ببین داستان الان اینه الان وسعت رپ فارسی این هم است مطمئن باش ده سال دیگه این خبرو نیست 10 سال دیگه مثل الان کار کنی هیچ اتفاقی نخواهد افتاد برات میدونی مثلا دیگر. اسپاتیفای الان مثلا و من مثلا همین هیپاپولوژیست رو نام بردم من این پاپولوژی سلام میبینم آهنگاش 4 5 داره, داره میخوره یعنی سیریم کار خفن رفتی تموم شده کارتو گرفته چجوری مثلا دایبا. یو 8 داره ویو میخوره پس هم کارش خفنه آره بلی... هم جای درستیه ولی حالا از اون ور اگه چه میدونم بذاره توی کانال تلگرام اصلا نمیدونه نمی اون ویوی که خورده کی گوش داده کی گوش نداده نوسر صرفا فقط رفته تو چنل و یارو مثلا چنل رو باز کرده داندور. برای آهنگ فلانی رو گوش بده اونم یه ویو خورده یکی دایقا. این یکی این که ببین کارت مثلا تلگرام که بدترین جای دنیاست و کارت معلومه که از کجا قرار بیاد یعنی تو طرف داره تو میدونه کجا بره کارت تو رو گوش بده اینجوری نیستش که صد جای مختلف باشه کارت تو آره بعد آخه ببین اصلا نباید صد جا باشه حالا اینو گفتن این داغ دارم شد طرف میاد آهنگ بیساری بیساری بی بهمانی بریزید من دیدم یکی از رسانه ها زده آهنگ های فلانجا رو که نمیتونیم بذاریم برین توی چنل دومون بدون کپی دو. دادش این قانون های کپی رایت دارن میذارن که شما انجام بدی میدونی خب این خلافکار میشی شما دزد میشین نکنید این کارو نه, نه, نه یه فهمن. سری دوز که حسن هستن دوز همه جا دنیا بعد, بعد خب یه سریشون تو تلگرام. هم. آره بعد بهشون برمیخوره میگن چرا فلانی فیت پول خب دلام هستم تو اگه لینکمونو میزشی یا روی از اسپاتیفای در میآورد دیگه این مثلا این پولر شاید نیاز داشت شاید اصلا دقیقاً نه نیازی آخه اصلا آرتیست ببین خب کار موزیک اینجوری نیستش که یارو روزی مثلا نیم ساعت وقت بذاره خوب باشه ببین هم. آرتیست هم باید باید انگیزه داشته باشه که توی موزیک بمونه و وقتی از موزیکش درآمد داشته باشه قطعا وقتش هم بیشتر میذاره الان چرا فکر میکنی مقدار کارایی که میاد انقدر کمه به خاطر اینکه مثلا میگم یه آلبوم شیش ماه جمع میشه و به نتیجه میمونه واقعا برای زندگی شخصیت اه. و حالا دم همه گرم که گوش میدن انرژی میدن و حسابی اه. مثلا حال میده اون حسه که اصلا آه آه با موزیکت حال کردن یه زمان میرفتی تو خیابون آرتیست معروف بودی همه برای دست بلند میکردن انگیزه میگرفتی میرفتی کار میکردی الان دیگه اونجوری نیست الان تو رقم اسپاتیفای تو میبینی اون به تو انگیزه میده اون, پو... اون چرتکه که هی داره برای تو اون استریمه که هی داره برای تو میگی می خب بذار یه آلبوم دیگه هم جمع کنم بذار دو تا آلبوم دیگه جمع کنم بذار یه سینگل ترک بدم الان انگیزه این شکلی شده آره و میگم الان وسعت رپ فارسی الان اگه انقدر باشه پس فردا شاید اندازه اینو ده سال دیگه مطمئنا حاجی اینجوری که مثل الان هست نمیشه کار کرد یعنی باید قشنگ یه چاله بکنی خاک بری آره یا،, یا،, یا, میرسه به اونجا یا واقعا درش تخته درش میشه درش تخته میشه فارسی حاجی نیان واقعا تخته میشه من اینو مطمئنم میشه آخه ببین فیم یه جو اولش حال میده میدونی ولی تو مثلا ده سال تو فیمی بعد میبینی هنو داری کاریری میکنی اونجاست که آرتیست به خوش میگه حالا کی چی یعنی خیلی ببین خیلی چرا از هاجی واقعا سخته مثلا حالا اینو که گفتی حالا بحث هم داغ شده ما خودمون هاجی برای پول شاید مجبور بشیم کاره بکنیم که دوست نداریم نه حالا باید. کار بدا نه که کارای مثلا خلاف بکنیم ولی مثلا, مثلاً... کار تایپت نیست کاری که تو تایپ آره مثلا مثلا من پیش خودم میرفتم سر کار میگفتم آقا من چرا باید الان این کار رو بکنم وقتی میتونم برم خونه رو کاری که دوست دارم تمرکز کنم که بهترم بشه من قشنگ دارم روزای اول که اومده بودم تو رستوران کار میکردم اینجا بعد یه زمان رفتم سر ساختمون کار کردم یعنی ابایی هم ندارم و میگم آره. این اتفاقا به چه دلیل داره میفته تو همچین جایگاهی باشی بعد به خاطر پول و حتی همچین کاری بکنی حالا تازه فکر کن هیچ کسی که مثلا 20 سال از تو جلوتر چه حسی داره چی اون،, اون آدم دقیقا شرایط امروز فعلی ما رو شاید داشته باشه من ده. خیلی از آرتیست رو میشناسم که حالا خودم رو مثال زدم کس دیگه یا مثلا من حالا یه پرودوسر تازه کارم که حالا ده. کارم هم گرفته ولی آرتیستی رو میشناسم که واقعا محتاج مثلا 300 دلار پوله 200 دلار پوله و اینا بده میدونی چی میگم کوه پول بیا نقد به تو بدم بیس هزار دلار صبح خرج میشه میره دادش تو یک ماه بعدش میخوای چی کار کنی این اسپاتیفای دقیقا بعدشه این اتفاق بعدش فقط توی این پلتفرما برای تو میفته میدونی چی میگم حالا صد هزار دلار بیاد یه سایت به تو بده باز تموم میشه داداش تو شست سال چه از استریم اسپاتیفای میخوری تو هفتاد سال چه میخوری ولی دیگه اون نقده نیست کوه پول باشه میره داداش حالا ما بخوایم صد سال توجیه کنیم این موضوع رو ما که حالا عددی نیستیم داریم راجبش حرف میزنیم که فقط بتونیم یه چهار نفر روشن کنیم ولی عقل سالم داره میگه برو چیکار کن دیگه این با شعور با طرف آرتست نباید زیر یه رفاه حداقل باشه حداقل دقیقا بابا جمله یارو جمله. آرتیسته یارو یه میلیون فالوور داره پول نداره یعنی چی میدونی چی میگم اونی هم که داره نوش جونش از هر تر طریقی ولی اونی هم که نداره باید داشته باشه از یه راه سالم که نداره پس با پاشید بیایید الان دو میلیون استریم است اتصالی ده میلیون استریمش کنید کی تو چی میگفت به استریم آم گفت اگه شما سی هزار تا فن داشته باشید که هر کدومشون روزی دو بار آهنگ شما رو گوش بدن ما دلار دلار در در آره در سال سالی دو... دلار پول آره در بیشتر از دلار و خب این واقعا خیلی اگه همچین اتفاقی بیفته واقعا اون آرتیست هم انرژی میگیره ماهی یه دونه آهنگ میده درست. ببین دقیقا الان میخواست یه بدی؟ نه بگو اوکی. خب ببین الان من خب به این اشاره کنم که اینا هست ولی خب سود برای خود شنونده هست ببین شنونده که داری میای تو با این کارت باعث میشه که خوانندت کار بهتر بده کار به بده می‌دونی؟ دقیقا و این کار میکنی معلوم هم میگه دادش من سر کار رو میذارم کنار میام تو این داستان من یه زمانی بود میخواستم یوتیوب شروع کنم من خودم کارگری اینجا کار کردم چوب و مثلا یه پولی که شاید آخر ماه هم, هم نمیمون پوله میدونی و رفیق سمیمی دیدم که تو این کار ترکون تو یوتیوب پول درآورد گفتم که خب آقا من که مثلا تو عمرم فقط راب گوش دادم و تو این فقط بلدم یه چیزی من بیام یه کار مثلا رپی رو تو این کار شروع کنم کارمو ول کردم گذاشتم کنار و مقام هیچ پولی نبود گذاشتم کنار اومدم روش چون میدونستم یه روزی یه حداقل اگه پول تو جای درست ده... درستی هستی یوتیوب آره جای بسیار درستیه خدا رو شکر جا افتاده میدونی من به این فکر کرم. گفتم الان ممکنه مثلا من دارم یه پولی میگیرم ولی اگه سه ما چهار دیگه از یوتیوب پول به دست میارم شاید اندازه همون پوله باشه که کار میکردم ولی عشقمه میدونی وقتی کار دقیقا. میکنم پیر نمیشم با لذت دارم کار میکنم دقیقا. وقتی خب شنونده ها اینجوری این انرژیو بدی به آرتیست آرتیستت میاد بیت میزنه در حد تریس اسکات دیگه نمیره از روش اسکی کنه به نفع آرتیست است به نفع پرودوسر است به نفع آهنگساز هست تو کیدیت میگیری 20 درصد حق استریم میره تو جیب کسی که پرودوس کرده کارو دقیقاً چی میگم خیلی چیز جالبیه اصلا همه چیش سر جاش نظم روی برنامه دقیق بعد پس فردا استریم خفن میخوری چهار تا خارجی میگن آقا این کیه که داره 5 میلیون استریم میخوره تو اسپاتیفای واقعا این اتفاق میفته داشت تو بخوای رزومه بذاری جلوی یه رپر خفن یا یه برنامه گذار خفن یه ها استریم تو رو ببینه مثلا کیتو یه آدم خیلی خفن یه پرودوسر خیلی خفن اومد استدیو ما خشی مثلا کنسرت های بهزاد و براش گذاشت یا مثلا گفت این یکی از آرتیست های داخل ایران داشت معرفی میکرد کلا رپ ایران رو میگه یارو پشماش ریخت. می میگفت رپ ایران این همه خفنی که مثلا این همه آدم اومده کنسرت این آرتیست تو ایران میدونی چی میگم رقم و عدد رو که میبینن میمونن به خاطر همین میان سمتمون و یارو دفعه اول میاد دفعه دوم یه چیزی توی ما میبینه که باز میاد سراغمون دفعه سوم میاد میدونی چی میگم حالا نه اون آرتیست ده تا آرتیست دیگه دارن دوست... در روز میان اینجا که اصلا ایرانی هم نیستن کارشون هم خیلی خفنه و میخواستم بگم. بگم ببین چون این بستر بازه حالا براشون چون هست میتونن در بیارن پولو واقعا یه جوری وقت میذارن که هیچ آرتیست ایرانی وقت نمیذاره مثلا دیشب ما با یه آرتیستی صحبت کردیم و میگفتش که حالا تیم بودن یعنی با پرودوسر و آرتیست و اینا هر روز هفته از هشت شب تا یازده صبح توی استودیو هن. هر روز هفته هر روز از و یک کار میکنن مثلا بگی. هر سشن ده تا آهنگ درست میکنن چی کار میکنن روز. می مینویسن بیتو میسازن همه کار میکنن یه کار کامل جمع میکنن بعد یه اون شیش تا کار جمع کردن از شب تا صبح سرعتی و تیم حرفه ای گذاشتن بالا سر کار داره سری یارو بیتش رو کوکاپ میکنه میکسش رو میکنه این این بر داره لیریکش رو مینویسه بالاخره یه هدف مشخصی دارن دیگه هدفش همون که من دارم بهت میگم همه دارن برای اون میجنگن اونا که رادیو جوان ندارن مثلا <تصفح> اونا همشون و, خب و <تصفح> مثلا به یه ایرانی بگی این همه کار اصلا میگه خب من این همه کار که چی بشه این هم دلوقتي. وقتشو بذار که چی بشه بعد بالاخره سر... صبح بعد باشم باد... برم سر کار باشه آره <تصفح> <دلوقتي. تصفح> بعد <باید. باید. تصفح> وقتشو بذاره روی بقا هم وقتش وقتشو بذاره روی رفاهش بعد وقت بذاره دقیقا و خب این کار اگه رو تامین نکنه پس به درد نمیخوره دقیقا آره برای همین اتفاق خشایرم هم میگفتیم میگفت برای همین رپ رب... رپ کنامون بی کم کارن همین دیگه طرف فقط عدد شده و این عدد هم باید روز به روز بره بالاتر ببین یه موضوعی هست شاید خیلی هم این نکنه شما وقتی اصلا شاید خیلی آرتیست با سهی رو اسپاتیفای وقتی شما کارت اورجینال نباشه و بذاری رو اسپاتیفای اسپاتیفای مچه تو میگیره چرا؟ چون داری پول در میاری از کاری که از یکی سه دیگه شما حالا اسکی کردی وردشی زیرابی رفتی داریغان. و اینم خودش خوبش آرتیستت مجبور میشه کار اورجینال بده میدونی این هم اگه بهش نگاه کنی خیلی پاهنوی مثبت داره اصلا یه چاره دارم باور کن کامنت میذارم میگن چقدر از اسپاتیفای پول گرفتی مثلا همون آره فرض کن بگن هاجی یعنی پشمون میریزه اگه بگن آقا چقدر از اسپاتیفای پول گرفتی اسپانسرد بای اسپاتیفای اگه کاش کاش واقعا میکرد هاجی آره انصافا اگه الان اسپانسر اون بود تموم بود زندگی اونا رو بابا حالا وسط حرفت بیدش میگفتی من پرون دام. نه اشکال میگم <applause> یه چرخه <applause> یه آره یه چرخه یه که واقعا همه چی توش هست یعنی دقیقا به سود هم از از آرتیست شروع میشه بر میگرده میره به پردوسر میرسه میره به برنامه گذار میرسه میره به منیجر میرسه بر میگرده دوباره به آرتیسته وقتی در مثلا ما توی مارکت ایران خب حالا مثلا منیجرها ها معمولا خیلی هست و چه میدونم منیجر همون دو... اکثرا منیجر نیستن یکی دو تان که واقعا منیجرن ولی خب ام. آره ببین میدونی چیه یه سری اخو فعالیتشون کمه کلا کلا تو دانس نیستن اصلا خیلی سوشال مدیا مهمه هاجی میدونی آره نه تو ایران مثلا طرف حوصله نداره گوشیشه جواب بده یکی گوشی اونجا شده منیجر میدونی آره ای نه این درست نیست منیجر دیگه وقتی تو منیجری باید صد تا جنبه مختلف رو دارم من خودم خیلی کار میکنم در روز مثلا امروز آه. یه دونه کار خیلی مهم داشتم که انجام ندادم و <applause> اونم آپلود بیت بود <applause> بای چه یادمون رفت مثلا یکیش همینه ده هزار تا کار دیگه مثلا من در روز دارم واقعا مثلا در کنار اون توی اینستا من فعالیت میکنم سعی میکنم مثلا فالوورامو بیشتر کنم بیشتر منو بشناسن چرا این کار نکنم وقتی دارم همه زحمت میکشم مطمئن باش اینستا من میگیرم میدونی چی میگم این همه زحمت بالاخره بعد روی پلتفرم یه جوابی بگیری دیگه من حالا مثلا هدفم گذاشتم وریفای کنم ببرم بالاتر فالوورامو بیشتر بشناسن هتم. بیشتر آرتیست رو جذب خودم کنم دست ما رو هم بگیر دقیقا میگیریم <laughs> حالا <laughs> <laughs> آره این توی زمینه <laughs> مثلا کاریه که دارم مثلا به عنوان منیجر انجام میدم اینجوری داستانش آره منیجر شلوغ هم داریم ها حالا بهترش حالا خیلی بگن اوی ما منیجر نه ولی اکثر منیجر مثلا قدیم حالا الان جدیدن <laughs> دو سه سال قدیم که اصلا یه وضعی بود ولی خدا که همه چی داره درست دا دا میشه چیزی باید باشه که منیج بشه تا یه منیج کار بکنه میدونی اگه چیزی نباشه که منیج بشه پول نباشه فایده هم نداره اتفاقی نمیفته میدونی چی آره دیگه دقیقا. باید بیفته باید... رو ترازوه یه سوال میخوام بکنم درباره اتصالی حالا چیز به عنوان حالا دو شخصی که اون پشت بودین چرا پکای اتصالی انقدر فاجعه بود چی داستانش ازا. من بخوام توضیح بدم خب ما داده بودیم دست تیم پرشیان را و حالا من با سیناب خیلی رفیقم خود سینام ایران نیست و اینکه من نمیدونم واقعا کارای پکا رو اینا رو کیا دارن میکنن اون پشت فاجعه بود من پکایی که رسیده دستمون من از همینجا از ردخواهی میکنم نه پکایی که حالا فقط پکایی ما هم نه پکایی که حالا آینده میاد و امیدوارم دیگه اینجوری نباشه آبرومون رفت روک برای. یارو داره پک فیزیکی رو میخره که بذاره گوشه اتاقش هیچ وقت اون سی دی رو در نمیرفت اصلا چیزی به اسم سی دی دیگه دستگاهی نیست که یارو سی دی رو بکنه اون تو آره، موزیکو گوش بده شاید یاد... یه بار یارو یادگاری نگه داره مثلا من خودم یه دونه مثلا اه... چیز استرو دارم که وایناله اصلا از این چیزاست ده... سی دی که میخوره تو گرامافون اصلا اصلا هم صفه. ندارم آره صفه هست. گرامفونش هم ندارم ولی دارمش چون یادگاریه مثلا چون یه چیزی بوده که دوست داشتم فیزیکی داستانش همینه حالا میاد به اون شکل تولید میشه و پخش میشه حالا به هر نحوی حالا اشتباه انسانی شده هر چی شده یعنی اون طرفی که داره این کارو میکنه داره میفرسته میبینه دیگه پک هیچی روش نیست وجدان چجوری قبول میکنه تو همچین کاریو بکنی اگه با... یه چیزی بهت بگم من به عنوان من خود قوره کشی گوشه بودم من واقعا روم نمیشد اینو بدم به اونا که بردن مثلا فکر مثلا تو ذهن شاید طرف ورشه پک پکو تو جیبش یه پک آشغالی داره به من بعد 100 هزار تومن فکر کنم پکای فیزیکی بود اون پکی که من دیدم کلا فکر نکنم با 7 8 تومان جمع میشد در صورتی که پکای خودمونم بوده روک دارم میگم ولی اون پک پکی نیست که 100 هزار من پک فیزیکی دوران طلایی رضا پیشرو رو هفت سال پیش سه تا دونه از دست خودش گرفتم تمام پک فیزیک های امروزی که داره میره دست مردم و ده هیچ میزنه هفت سال هشت سال پیش دوران طلایی اون پک و داشته میزده خود رضا پیشرو ده هیچ میزنه اون پک همه پکایی که امروز خب داره میاد بیرون نظارتش برام هم سخت بود دیگه ما یه... این سینا بیچاره خودش ترکیه است سپرده دسته تیمی که حالا من از واقعا نمیدونم دسته کیه ولی اگه وجدان داری تو داری میبینی که پک داره به چه شکلی نظارت داره دیگه آقا اون پا... کسی که داره پک و تولید میکنه بالاخره این نظارتی روش داره تو چی جوری نظارت کردی؟ کار یه بدون زوق و بدون آره همین جوری دمشون گرم حالا فرستادن دوباره برای اونایی که نرفته یعنی اش... نه من بحث رفت. من اصلا بحثم بدون کاورا نیست بحث من خود با کاورات آره اون من سی دی با. ایکس باکس که می خریدم تو ایران برای دست کن برم بازی کنم دونه 5000 تومان هزار تومان بازی ایکس باکس رو میذارن تو اون پک میدونی چی میگم و برای ما هیچ برای ما نمونه ای که گذاشته بودن تو پرشیان رفت یه جای شیشه ای بود که اینجوری درش باز میشه بسته میشه ما قبول کردیم گفتیم باحاله خود پک اصلا اون چیزی که تو سایت بود و اون چیزی که اومد زمین تا آسمون فرق آره ما اصلا خودمونم تحجب خودمون هم تعجب کردیم یعنی خودمون, مثلا صبح دایرکتاش اومد دیدیم گفتیم وای اصلا این چیه هاجی چرا اینجوری خودمون ناراحت شدیم پس کی آره آمد. واقعا من من خودم حالا دمشون گیر مثلا پکای که ما به هر حال قرعه کشی کردیم اینا رو همین جوری در اختیار من گذاشت سیناب و پولی براش ندیم ولی خب واقعا یکم نمیدونم حالا تو ایران بعد بپرسیم و خوش بیم. ایران اون طرف شاید نمیدونم نمیدونم شیطنتی آه. کرده کسی نمیدونم ولی خ... ولی در کل حالا آقا زحمت کشیدم ولی بعد زحمتمشون هم گم بود ولی این قابل قبول نیست برای هیچ احد و نسی نیست که یه مردم 100 هزار پول بدن آخرش همچین همچی جنسی به رضا شد آقا به عنوان دو شخصی که از عوامل پشت صحنه اتصالی بودی تو اتصالی هم 13 تا آرتیست بودن رب کن بگیم و خب نمیدونم چند تا پرودوسر بودم بس که خیلی بودید و <تصال> <تصال> تجربه کار با این همه آرتیست چی بود سختیش کجا بود و اینکه خاطره باحالی دارید ازش mm, خاطره که خیلی زیاده خیلی زیاده با نمیدونم از کدر... کجاش بیام واقعا مثلا ببین خاط... خیلی جالب مثلا آرتیسته که اینجان می اومدم پیش ما اینجا خیلی میخندیدیم با هم دیگه مثلا خودش یکی از اینا بهزاد بود یعنی این از در میاد تو کلا تو میخندی شروع میکنه میدونی چه خیلی آدم خوش خیلی اتفاق و این وسط افتاد و من خودم مثلا به روایت تصویر میتونم چیزی رو رو کنم بچه ها بخندن بیشتر تصویری و حرکتی تو <applause> آره میدونی مثلا یه اتفاق که او مثلا دیدی چه میرم مثلا با رفیقات میری مثلا چه شمالی شمال یا یه اتفاق خنده دار میفته یا چیزی میشه تعریفش بشون. کرد ولی برای خودمون آره. آره بعد برای خودمون جذابتره شاید هم اینجا جاش نباشه خیلی آره. آره ولی در کل تجربه کاری که خب ما تو استودیو بودیم کلا در حال مارد. کار بودیم جیدال می اومد میومد، می اومد بهزاد می اومد ماه آرتیستا رو می دیدیم. خب اولین بار بچه ها رو هم می دیدیم، تجربه کاری من خودم یه ذره چیز بودم یه ذره استرس داشتم اولش آره گفتم نکنه مثلا این کار بچه اون کار خیلی از پروژه مثلا عوض شد بی تو عوض آره باید. شده سوهل که من... خیلی استرس داشت اصلا من باشم حرفی زدم مثلا کار ترکونده بود میگفت آره این خوب نیست میگم بابای ترکونده این میگفت نه خوب <تصفح> <تصفح> بعد <تصفح> انقدر ما گوش دادیم ترک ها رو دیگه واقعا اصلا بعد خود بید خشی یه چیزی میگفت آره. آره. من چی چی؟ به با نظر من ترین بخش کار برای خشایار بوده و اونم هماهنگی همه این داستان آرتیستا آرتیستا این همه بیاری توی آلبوم واقعا خیلی, توی خیلی های دیگه هم قرار بوده باشن نشده مثلا دقیقا. و خب ببین اینجوری نبوده دقیقا. که مثل مثلا مثل حالا خیلی اینجوری آلبوم جمع میکنن که ترک ترک میرن جلو این ترک رو تمام میکنن میرن بعد ترک رو تمام میکنن بعد این یه جوری بوده که ببین مثل کلا کل قضیه آلبوم مثل یه بچه‌ای بودش که مثلا بزرگ شد دقیقا. از اولش چند تا ایده مختلف بعد دماش بعد دمو های آرتیست های دیگه بعد دوباره تغییرات دوباره پروڈاکشن های دیگه دوباره مثلا و خب پروسه خیلی جذابی بود برای من خیلی تجربه با حالی بود مثلا اینکه چجوری یه آلبوم رو میشه بست و اینا دقیقا خیلی تجربه خفنی و... اولین آلبوم که ما توش رو داشتیم این اتفاق افتاد من اصلا مونده بودم قفل بودم نمیخواستی موها تو بعضی جا کنی مثلا میگه این چه پروژه من قبول کردم من زدم دیگه موهام تا اینجا بود من ماشین رو انداختم <تصفح> <تصفح> برای من هاجی برام. ببین خب میدونیم مثلا ما همیشه بودیم همیشه مثلا هر کاری هم تونستیم کردیم ولی خب واقعا زحمت اصلی و خشایار کشید خودش کشید با یه مثلا دو روز نمیخوابید میکس میکرد کلا گفتم اصلا تو چجوری دیگه داری میشنوی من نمیشنوم چیزی تو میشنوی برای مصاحبه یادمه مصاحبه زنگ زده بودیم که مثلا کارو بکنیم قبل آلبوم بود خشیار اصلا یه این خاطره رو گم یه روز مشخص کرد برا بعد آلبوم گفت این روز نه تلویزیون باید تو خونه روشن باشه نه اسپیکر نه کامپیوتر نه گوشی به خدا خاموش بود همه چی هیچی نبود خاموشی مطلق دو روز تو خاموشی مطلق بودیم که هیچ صدایی بهمون نخوره فقط تو آرامش لش کنیم آره و دیگه فکر ما کنیم. شیش ماه هاجی شیش ماه شیش ماه بود چقدر شد شیش ماه هفت آره. ماه کلیم ماه هفت, هفت ماه سیزده تا موزیک فقط پلی بود توی خونه همین سیزده تا رو هی فرض کن گوش بدی هی گوش بدی بله ماه. حالا مثلا کارهایی که با سوال میکردی دقیقا جدا از بیتایی که میزدی آره کلیم فقط این سیزده تا پلی بود ترک های دیگه ترک هایی دیگه داستانش اینجوری بود دیگه داداش یعنی آلی گفتی تو رو خدا نه اینکه خفه کنه نمیخوام بشنوم آره دقیقا اینجوری شد بود به خدا مثلا با ایلیا میرفتم تا سر کوچه کافی بگیرم بعد صدای سیستم خشی می اومد گفتم وای داره رو مثل چی کار میکنه حاجی من بعدم میاد دیگه از این چک خشی کمش کن تو رو قربان. یا مثلا من میرفتم پیش دوستا مثلا بعد این شیش ما این ما همش خونه بودیم مثلا حالا دوستم میخواست حال بده یا مثلا ترکی که مثلا من بیتش رو زده بوده اون میذاش بابا تو رو <applause> قرآن نزار. نزار. <applause> تو قرآن <نزار. تصفيق> جون مادر دیل چیه <applause> بابا پلیش نکن آره برات ما اصلا یه, دو... یه مدل دیگه از اون موزیکی که میاد بیرون اصلا جد... مثلا من میخوام خودم بذارم جای اون طرف که آلبوم میاد بیرون مثلا ریاکشنش چیه چون اصلا خودم ریاکشنی ندارم نسبت به اون موقعی که داره <applause> آره مثلا یا الان <applause> یارو داره هیت میزنه نه بابا حال هی hey, انرژیت منفی میشه ببین ما اصلا خیلی استرس داشتیم گفتیم نکنه اینا مثلا خوب نیست ترکون خود خشی همین میگو نکنه اصلا استریم یادم ما <applause> من زنگ زده بودم به چیز سوهل میخواستم کارهای چیز بکنه مصاحبه رو انقدر ترکه هم که مثل چی دوزی پخش شد دیگه آره. بود و بعد هی میگفت این ترک ها خوب نیست نه باید اصلا یا فریک شده بودی آره دیگه اون موقع که اصلا سوتی موقع دادیم سوتیه که اصلا خیلی حالا کلن این یعنی... اتفاق داشت شاید ده بار میافتاد برام مثلا گفتم خشی به پاد داری میفرستی اونجا همه درکا بخش شده <applause> آره یه دونه اینجوری گفت دادیم تو تلگرام چون پایین سه تا سیستمه ما از داخل تلگرام هی مثلا این ترک رو میفرستادیم تو تلگرام ایلیا که با سیستم ایلیا بیاد بالا از تلگرام ایلیا دوباره میفرستیم تو سیستم خشی از سیستم من به سیستم خشی بعد اسم چنلش کچیویتس دیگه خشی فکر میکرد مثلا چه میدونم چه خوش فکر میکرد اون سیو مسیج مینداختی میومد توق... بندازی تو کچی بیتو گفتم بهش نکنی <تصحيح> بعد آره اصلا واقعا اون روز دیجاب. خیلی حالمون یعنی او آ... اواخر اون اواخرش هم بود واقعا جزار... ناراحت بودی ماجی یه ذره میدونی اصلا خورد شد ولی خب خدا رو شکر تکه دوست داشتن بچه ها و آره. خشایار مبارسه. که خیلی عصبی بود ما اون روزه میخواستیم مصاحبه کنیم به سوال گفتم سوال, گفتم. سوال گفت اصلا به خشی نه پیام بده هیچ کاری واش یادم میگفت تقصیر توه گفتم چرا من چیکار کردم تو سوتی دادی به من چه میگفت همش تقصیر شما دو تو مخ من ندید آره موزیک خوبی هم بود سهیل فیلیک فریک زده بود میگفت من اینو همه کمتر دوست دارم حالا بیتشو خودمو خشی زده بودیم آره این انقدر بود بودی فکر کنم آره آره آره, آره اونم اون اون ببین اون اون کنسرتیه به نظر ببین اون یکی از ترکایی بودش که خیلی زیاد روش کار کردیم یعنی مثلا آره خیلی زیاد شنیدیم خود خش مثلا هم خیلی نشست پای مثل چی چون خیلی ترک مهمه. ولی خب, خب مثلا ترکایی که اون آخر جمع کردیم و من بیشتر دوست دارم چون مثلا کم ببین ترک درد سر اصلا نمیخواست بیاد باورت میشه مثلا من بیت دردسر رو با ایلیه زدیم اولین بار که برای خش پلی کردیم اصلا فازش رو نگرفت حاجی منم انقدر ناراحت بودم سری موضوع چون میدونستم که بیت خوبیه آره هرکی هر کی میشه می گفت, عجب بیتی. می گفت قدم می می عجب بیتی خشی میگفت قدم میزد همه میگفتن عجب بیت خشی میگم چیه بابا بعد آره من خیلی ناراحت ایلیات سری درست کردیم موضوع رو بهزاد در استدیو اومده بود تو منم بیرون خیلی ناراحت بودم اوفته افتاد داداش بیت چی داری ایلیا اینو پلی کرو بود نه اینجوری بود تو حیات بودی با این قضیه این بود من و سهیل و خشی و بهزاد تو استودیو بودیم همه ترک‌ها رو داشتن گوش میدادن که تصمیم گرفتم با بهزاد مثلا رو چه ترکی بیاد رو چه بیتی آره آره. بیاد و اینا با هم دیگه کار کنن ببینم فاز چی رو میگیرن، هی شروع کرد هی گذاشت بعدی هی گذاشت بعدی بعد دیدم اصلا بیت رو نذاش. سوهل پاشاد رفت بیرون آره بیت ما رو پلی نکرد داره به ازاد خشی من سر این ناراحت شدم گفتم این نگاه که همه رو گذاشت جز این بیته که زدیم بعد رفت بیرون بعد خشی رفتش یه دفعه اونور بعد من <applause> یاد یاد یه یه نگاه به ازاد کردم گفتم اما بذار یه لحظه بیا من یه دونه بیت برات بذارم و اینا گفت آره بذار و فلا اینا اومدم بیتو گذاشتم گفت عجب بیتیه سیستم باز کن برم پشت میکروفون <applause> بعد خشی اومد تو تو استودیو دید بهزاد پشت میکروفونه بعد دیگه اونجا همونجا فازش آره فازش گرفت گرف بعد بهزاد هم رفته نبرش رفت پشت میکروفون همون موقع هیچ لیریکی نداشت رفت تو مامبل میکرد چیزش کورسش همون همون مثلا کورسش کرد یا یا همون موقع در اومد اما هیچ وقت نذا سر و سر من آره همون موقع, موقع در اومد یه خشی اومدم یه دو تا هیت زد و گفت برو بریم تو کار دردسر که یهو دیگه از هیت ترین ترکای آلبوم <تصفح> آره خیلی ویو خورد موزیک آره. ویدیوش هم خوب خورد آره دیگه. موزیک هم خیلی جالب بود موزیک ویدیوش هم خیلی داستانش جالب بود وسط کرونا دیگه ریسکشو کردیم دیگه آره. آره. دیگه ولی خب نتیجهش راضی بودید دیگه فروش آره ولی فروش رکورد زدیم ما رکورد زدیم آره ما رکورد آره زدیم رکورد خوبی بود فروش چجوری بود فروش رفت اونجوری فروش که باید ببین اصلا کلا فروش بعد بیاد بیرون بعد از یه تایم آلبومایی آره که آره داره از از جوابی, جوابی نیست فروش مثل همون قضیه کش است که میگه آقا 20000 دلار آره در اومد ولی کلا اصلا خزینایی که برای آلبوم کردیم و داد حدودی کارهای مثلا ویژوال باید پول میدادیم یا چه میدونم پک پک فیزیکی ها رفت و آمد و کسایی که داشتن کار میکردن دیگه میدونی یه پولایی هم باید میدادیم این وسط هرچی که در آورد دیگه رفت برای همین خرج کردن و یعنی چیزی نه آره حالا بدهت. این... بعد این تو فرض کن اون ریال بیاد برسه دست نما بشه دلار هیچیش نمیمونه اصلا برای هرچی بچه, بچه کار کرده بودن تو ایران برای آلبوم دیگه خرج همون رو کردیم فقط اینجا اینو گفتی بعضی جا خرج بیارن شاید بعضی فکر کنم فیت پولی بوده حالا خود خشارم نه بود. گفته نه ولی. نه, نه اصلا پول... توی چه الان طرف دیگه دادش تو هزینه فیت لیتو رو در اولیا فروشت میگی ضعیفه نه فیت پولی چیه موزیک ویدیو چه میدونم تمام آرتیست که پلان. آره مثلا کاور ویژوالا معرفی آرتیست هر کدوم یه استوری داشت مثلا ویژوال ها اون فقط استوریاش برامون 9 میلیون 10 میلیون تموم شد فقط استوریاش میدونی اینا همش هزینه است هم بعد هر آلبوم... آرتیستی هم که اومده توی آلبوم خشی با دل خودش اومده با خشی رفیقان. یعنی همشون با دل خودشون اومدن تو آلبوم دیگه خشی فکر نکنم لولش جایی باشه که بخواد هزینه کنه برای همچین داستانی چون ثابت کرده کار خودشو رو هم, هم اینو میدونم آره با همه حالا قبلا میکس و بیتو بوده ده. حالا فیت با وزیا که خیلی هاشم اینجا داشتی قبلا رو خیلی هم کاری اصلا آره دیگه تو با هر کیونی خشی هم کاری داشته آه خشی واقعا کارش درست کارش درست صدا داشت میدونی میگم اینجاست که کارت درست باشه همه تو دانس نیازی به پول نیست کارش درسته میان باش تو دانس دیگه چرا نه یعنی و رایالتی ولی دارن دیگه رو به همه سر داده در. در سر سر. آره رویالتی داده دیگه من میشه نده ببین این آه ببین ببین قضیه که آخه واقعا چرا نباید باشه یعنی مثلا باید صد یعنی یه چیز کامن سنس دیگه باید باشه پرودوسر به جز آرتیست ها پرودوسر ها رو گرفتن من گرفتم اینو اینو برای این گفتم که الان مثلا گفتی نمیخواد مثلا برای کار با خشی هزینه اینا شاید بعضی فکر کنن کلا مثلا اینه چه نمیدی. اینو برای اون گفتم که نه آم... میدونم متوجهم ولی من میگم حتی این فداکاری هم که به پرودوسر رویالتی داده اون که دیگه آرتیسته 20 درصد به من داده روی هر ترک 20 درصد به ایلیا داده 20 درصد به ویت مهدی داده 20 درصد به سنت داده 20 درصد به علی فروخی داده آره. به آره همه آره داده کار فسله. به... آره برای فسله به همه داده رویالتی هاشونو خودشون هم اکانت های دیسترو کیدشون رو درست کرد فکر کنم برای علی فروخی خودش درست کرد ایمیلش رو اینا رو اصلا آره آره ایمیل نداشت خودش براش ایمیل درست کرد رویالتیشو بهش داد نمیشم <laughs> گفت آره داشت. خب آقا کجا میبینی داستان خودتونو رو کجا میبینید رپ فارسی به نظر چون میدونم سهل معمولا قور میزنه دیگه رپ فارسی نیستم آره. الان ولی با این ویو و این داستان ها به اسپاتیفای و آیندهش ما هر آرتیستی که ازمون بخواد بیت یعنی بیاد داخل استودیو یا مسیج بده که بیت میخوام با روی باز براش میزنیم تو رپ فارسی چون برای کشور و برای مردم خودمون اصلا شک نکنیم کارو میکنیم ولی خب نمیتونیم خارج از ایران هم بیخیال چیم بیشتر فکوسمون الان برای خارج از ایرانه به خاطر اینکه هدفمون خیلی بزرگتره میدونی چی میگم پول خیلی سنگینی خوابیده تو مارکز خارج از ایران نه حالا صرفا فقط به خاطر شمده. پولش هم, نیست تو فرض کن با یه آرتیست خفن تو خارج از ایران کار کنی به خود خیلی لذت میده ولی ایران هم با دست باز با دسته باز, باز میگن با آغوش باز با آغوش باز, با آبوش باز. بیاین که بیاین هر کی بیت خواست چه اونی که بیف داره با همون چه اونی که بیف نداره هر کی بخواد قضیه کاری به کنار پردوس بکنیم بیتشو میزنیم فقط موزیک بیاد بیرون بره تو گوشای مردم مردم عشق کنن حرفم اینه حالا گفتی واسه میهن و اینا باور کنم بعضی میان داره دادیش دو تا بیت واسه ما میزنی دیگه واسه واسه میهنت یه بیت میزنیم بخونم روش آره خلاصه این جوریه دیگه داشت اما آره خیلی کردم ایلیا داشت آقای دکره. یه نکته ای داشت ایلیا میگفت من گفتم چی همین آرتیست کار خفن رو میگفتی فقط پول نیست و کار ببین فقط پول نیست چون ببین من همیشه مثلا هدف بزرگ داشتم تو زندگیم و مثلا هدفم هم همیشه این بوده که میدونی یه تغییری بتونم نه که حالا تغییر بگم بده یه تاثیر یه تأثیری بتونم توی زمینه خودم روی موزیکی که دوست دارم بذارم حالا چه تو ایران چه تو خارج از ایران که خیلی خفن تره اگه اون کار بتونم بکنم دقیقا آره امیدوارم آره بریم بریم که به هدفت برسی ما و بزنی پرچم ایران هم بوده کنیم مثل لامپ پشتر اون روشن سوتور صد درصد فایی که فقط من یه چند تا گله دارم بعضی از که نمیان دربار اسپاتیفای حرف بزنن نمیان تبلیغش رو بکنن حالا تبلیغش رو نکنی آقا اکانتش رو واکن و استوریشو بذار احتیاج به سری احتیاج به سری فداکاری ها داره احتیاج به مثلا داره که خیلی جاها پا رو دلت بذاری از لحاظ مثلا ویو کار چه از من لحاظه... اصلا نمیخوام بگم نتی برو نتیجه آرتیست های خارجی رو نگاه کنید روی این پلتفرما 20 میلیارد ویو داره ترافیس همین امروز سنگین میخوره یارو خب تو هم میتونی داشته باشی اینو و پول زیاد میتونی در بیاری و این پول چقدر بهت میچسبه و وسعتشو داره و ایران فیلتر داداش الان اسپاتیفای فکر میکنم داره تحریم از سمت خود تحریم از همه جا ما از همه جا داریم میخوریم باز داریم اینجوری ساپورت میشیم پس مطمئن با جا داره این اتفاقا توی رب صد صد فارسی هم بیفته داداش اصلا شک نکن روی این موضوع خبر امروز خوندی دیگه نیکی میناژ و ترویس اسکات 20 میلیارد پلی رو اسپاتیفای رد کردن 20 میلیارد پلی خیلی یعنی هاجی 20 میلیارد چقدر دلار میشه فقط <تصفح> <بلشکوار. تصفح> سرم زیرز درد گرفت آره خیلی دلار میشه هاجی همون <تصفح> یکی یارو یه چین میندازه دوره گردنش 500 هزار دلار پولشه دیگه خیلی سوال آره خیلی بیزینسی برخورد میکنه آره من خیلی دلی تر برخورد میکنم من خودم کلا مغزم آقا سناتون آره. یه جوریه که باید آره. هم بیزینسی تر فکر کنم آره. آره. منو... آره این منو, منو... این منو میکشونه از تو بیزینس منم اینو میکشونه از تو آره اتفاقا خیلی خوبه آره دقیقاً خوبه درو سکه دیگه آقا حرفی سخنی چیزی من ازت بر البته این اینو می‌خواستم اشاره کنم این رسانه های فیک هم باید جمع جور کنیم ها. یعنی آرتیستا و حالا کسایی که دستشون تو کاره آقا نذارید رسانه هایی که میای به خاطر دوازده هزار تا مثلا چه میدونم سابسکرایبت میای آهنگ فلانی رو میذاری نذار جایی مثل تلگرام مگه میشه به عنوان یه رسانه حساب کرد یعنی پلتفرم موزیک نیست آخه اسمشون تو ایران مثلا بهشون میگن رسانه دی رسانه این میام اگه فر... شیاف مثلا اگه فرهنگ فرهنگ درستی و ب... یا... نه حالا اینکه نه ولی فرهنگ درست رو بتونن جا بندازن آرتیستا به خدا میگم فقط رب داره به این اسپاتیفای داداشم به خدا رسانه به خب اسپاتیفای دادش. رب داره ببین آره الان اونی که اسم رسانه رو خودش میذاره چه میدونم همه مثلا یه هیپ فلان هیپ بیسار هیپ بهمان ام. اینا همه کسی که به نظر من فقط یه موزیک تولید شده رو میاره پستش میکنه این رسانه ادمینه. نیستش ادمینه دقیقا اصلا اه. جدی نباید بگیریشون به نظر من ببینم جدی که باید دارن صدمه میزنن ببین مهم نیست طرف چی کار از کجا داره صدمه میزنه میدونی قدرت مهم قدرت پنج تا آرتیست خفن که دست بزن تو دستم دیگه یه مسیر رو ببرن جلو بیشتره یا قدرت پنج تا رسانه که مثلا ده کی ده کی فالوور دارن با همینا دیگه ببین طرف اونو مثلا ده کی فالوش دارن طرف میاد آهنگشو فوروارد میکنه برای 10 تا دوستش میدونی <applause> بعد به جای اینکه اون مثلا رسانه حالا رسانه مثلا رسانه ها. <applause> <applause> میاد اینو میذاره آقا من اینو دارم میگم شماها بیاید لینک اسپاتیفای بذار آقا خیلی سر اون... میذارن ها خیلی ها دارم خیلی هم شیش هفت ماهه داشت سرویس شد سر اینکه این مثلا کلا داستانه فیک موندگار نیست تموم میشه حالا چه برای 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 برای... شخصیت پون... باشه چه رسانه باشه هر هر داستانی که فیک باشه یه روز فیت میشه و تموم میشه میره موندهگار نیست حالا تو آه، همه آه، جوانب زندگی آدمای اینجوریه. میدونی چی آه، و این پوینتی که من دارم مثلا میخوام اینو بگم میگم, میگم، تویی که داری این کارو میکنی بیا لینک بذار دو روز دیگه سر اون آرتیسته انقدر شلوغ میشه ادمین کارکشته میخواد تو به عنوان ادمین کارکشته میری حقوقت هم میگیری میدونی من که بیای مجانی بدمجی. رسانه ها میتونن خیلی روی مثلا چیزای دیگه تمرکز کنم مثلا کانتنت خودشونو درست کنم به جای اینکه از کانتنت دیگران استفاده کنم دقیقاً مثلاً شو درست کنیم جام داریم کنی؟ چه هزار تا رادیو استیشن هست هز هزار تا کانال یوتیوب هست هز هزار تا, تا برنامه هست رسانه هایی که درست کارشونو ببرن جلو مطمئن باش بازدیدشون بیشتر میشه و رسانه هایی که دارن اشتباه کار میکنن دیگه دیده نمیشن این یه مسیر خیلی مشخصیه داداش یعنی اونی که داره کارشو خیلی درست بیبره جلو پس اصلا نمیذاره طرف دیده شه حالا یارو میخواد دزدی بذاره میخواد فلان بذاره ده تا رسانه خفن مثلا داشته باشیم بیان این کارو ببرن جلو اصلا دیگه دیده نمیشن اون ها پس بسم الله از همین الان شروع کنید بکنید که هم به نفع شماست هم به نفع آرتیسته به ضرر اونایی که اونای هم که دارن حالا دزدی پخش میکنن اونایی هم که دارن دزدی میذارن بذارید در درجه اول کمک دیگه. مردمه کمک مخاطبه بعد بعد تصمیم آرتیسته واقعا و بعدش هم همه چی درست میشه این, آره. این دوتا باید با هم کار کنن مثل یه داستانی هست میگه که یه یاروی طوفان شده بوده لب ساحل بوده هزار تا هزاران ماهی همجوری لب ساحل داشتن جون میدادن شروع میکنه دونه دونه ماهی ها رو انداختن تو آب یکی میاد رد میشه میگه که آقا تو چرا داری این کارو میکنی تو که نمیتونی همه رو نجات بدی میگه آره همه رو که نمیتونم نجات بدم ولی بیستا رو که میتونم دقیقا کلید اسرار <applause> آره دیگه باید نمه نمه شروع کنیم و از خودمون شروع کنیم و به امید اینکه بقیه هم جواب و به خاطر پنجه شست کا مثلا من کا مثلا آره. بچه چه دردت میخوره چی شد اون چی بهت داد میدونی اینجوری آقا حرفی سخنی خیلی حال من یه حرف آخر دارم بچه و من داداش سینمافی نیستم به خدا من هر موقع لایف میذارم میگن تو داداش مافی داداشم و قلبن داداشم ولی داداش واقعی نیست شبیه همین <applause> آره شباهتن که یه ذره شبیه آره. من هم بگم من هم داداش سوهل <applause> <تصفح> ما دوستیم <تصفح> آقا در کتا هم داداش همین حرفی آقا... سخنی عشقی بچه عشقی دوربین اون ممنون که ممنون که دیدید جمعتون که استریم میزنید بزنید بازم به با امید میلیاردی شدن و چنل رو سابسکرایب کنید کوکتل تیوی و لایک کنید و چند تا. کامنتارم کامنتارم سعی می‌کنی من سوال بیایم ببینیم و اگه تونستیم جواب اطمان. بدیم حتما آ خیلی چاکر دمتون گرم مرسی خیلی حال دادین اومدید نوکرم چاکرام شبت بخیر فردا شب بخیر خب این بود از قسمت اول از کجا امیدوارم لذت برده باشید سوالی انتقادی پیشنهادی هر چیزی دارید حتما بنویسید به نظرتون برنامه چی جوری بهتر میشه حتما بنویسید دوست دارید چه اشخاصی رو تو این برنامه ببینید حتما بنویسید دمتون گرم که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردین ساعت دیگه باقی نمیمونه تا ویدیو بعدی سیو سون